سلام میگم به شما بینندگان عزیز. شهلا دانشور هستم. برنامه پخش مستقیم امشب کانال جدید رو خدمتون تقدیم میکنم. امیدوارم حال همه شما خوب باشه و هر جا که هستید خوش و خرم باشید. این برنامه رو از استودیوی لندن پخش میکنیم. جدا از شماره‌ای که پایین صفحه تلویزیون نوشته شده، شما اگه خبری فوری دارید میتونید روی صفحه فیسبوک من بگذارید، شهلا دانشور، که این خبر رو اون وقت من میگیرم و اینجا در برنامه اعلام میکنم. و برای دوستان رو خبر کنید، آشنایانتون رو خبر کنید. ساعت مهمی هست، دور کانال جدید جمع میشیم و بر سر مهمترین مسائل بحث و گفتگو داریم مثل هر شب. موضوع برنامه امشب هست حکومت اسلامی، حکومت بی‌تأمینی مردم. حتما شما گفتنی زیاد دارید و بحث بسیار هست، و وقتی بحث بر سر تأمین هست، مسائل و زمینه‌های مختلفی رو در بر می‌گیره. اما قبل از اینکه موضوع رو معرفی کوتاهی بکنیم، شما عزیزان بیاید رو خط و حرفاتون رو بزنید و در مورد چه باید کرد و اینکه چه جواب ما به این اوضاع چی هست صحبت و گفتگو داشته باشیم، یکی دو تا خبر رو به اطلاعات می‌رسونم. آذر ماه و سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای. خب قبل از هر چیزی همراهی و همدردی خودمون رو با کسانی که عزیزانشون رو در این قتل‌های زنجیری از دست دادن اعلام میکنم. قتل‌هایی که در دوره ریاست جمهوری خاتمی اتفاق افتاد. در دوره ریاست جمهوری خاتمی به روی کارگرانی که اعتراض کردن در خاتون آباد گلوله بسته شد، در دوره خاتمی قتل‌های زنجیری صورت گرفت. دوره از دوره حکومت جنایت جمهوری اسلامی. بعد نیست تو همین رابطه کانون نویسندگان ایران بیانیه داده، این بیانیه رو براتون بخونم. کانون نویسندگان میگه گرامی داشت یاد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده. 16 سال پیش در آذر ماه سال 77 جنایت سازمان یافته و هولناک در کشور ما رخ داد که طی آن چندین انسان آزاد و روشنفکر به وحشیانه ترین شیوه به قتل رسیدند. شماری از اعضای کانون نویسندگان ایران از جمله محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در میان جان باختگان بودند. قربانیان آن جنایت دردمنشانه گناهی جز دفاع از حقوق مردم و بیان عقاید خود نداشتند. آمران و عاملان آن جنایت اما تاریک اندیشانی بودند که حقوق مردم با آزادی اندیشه و بیان در قاموسشان معنایی نداشت، چنانکه چندی بعد روشن شد آنها با تکه بر قدرت سیاسی قصد امهای فیزیکی مخالفان عقیدتی و سیاسی خود را در ابعاد بسیار گسترده تر از آنچه رخ داد داشتند. در آخر این بیانیه، خب ضمن اینکه سالگرد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده رو گرامی می‌داره، در آخرش میگه کانون نویسندگان ایران همچون سالیان گذشته از خاص بر حق خانواده‌های قربانیان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای مبنی بر محاکمه علنی آمران و عاملان این جنایت حمایت می‌کند. ما خواستار تأمین امنیت، آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی برای همگان، لغو سانسور، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. در 16 سالگرد قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای روز جمعه 14 آذر ماه ساعت 3 بعد از ظهر بر مزار محمد مختاری و محمد جعفر پوینده واقع در گورستان امامزاده طاهر گرد هم می‌آییم و یاد آنان را گرامی می‌داریم. 11 آذر 93. بنابراین توجه داشته باشید، فراخوانشون به 14 آذر ماه ساعت 3 بعد از ظهر بر مزار محمد مختاری و محمد جعفر پوینده است. دعوت ما هم اینه که به این فراخوان بپیوندید و اعتراض خود رو علیه سانسور، خفقان، سرکوب اعلام بکنید با خواست آزادی فوری همه زندانیان سیاسی از زندان. خبر دیگه اعتراض 2200 کارگر آلومینای جاجم هست که این کارگران قراردادی که در استان خراسان شمالی کار میکنن با خواست افزایش حقوقاشون و سایر مطالباتشون از صبح 27 آبان ماه تا
کنون در اعتراض هستن و هر روزه با سرویس هایشون میرن و در نزدیکی کارخونه پیاده میشن، یک کیلومتر راه رو راهپیمایی اعتراضی میکنن، یک شکل جالبی از اعتراض. و خواستشون خواست افزایش حقوقشون هستش و گفته میشه که کارگران متخصص و فنی این کارخونه ماهانه 120 ساعت کار میکنن، با اضافه کاریشون هم اضافه کاری میکنن و با وجود 120 ساعت اضافه کاری 1,400,000 تومان دریافت میکنن که اگر اضافه کاری نکنن حقوقشون فقط 700 تا 750 هزار تومان هست و به این مسئله این کارگران معترض هستن. زنده باد به کارگران آلومینای جاجم. خب گران شدن قیمت نون رو هم در دو روز گذشته اخبارش رو داشتیم، برنامه داشتیم. بنا به گزارشی که در تابناک منتشر شده میگه که نون حتی بعضا 100%، 200% در جاهای گزارش است که افزایش پیدا کرده و بنا به اطلاعی که اتحادیه آزاد کارگران ایران میگه، میگه این افزایش 100%ی قیمت نان حداقل 50,000 تومان در ماه به هزینه های زندگی ما مردم اضافه میکنه و این در حالیه که قیمت کالاهای حامل انرژی هم زمزمش هست که افزایش پیدا کنه. و فراخوان بیانیه اتحادیه آزاد به اینه که اعتراض کنیم علیه گرانی و با خواست افزایش فوری دستمزد. خب از این خبرها گذشتیم، بریم سراغ تامین اجتماعی. موضوع بسیار مهمی است، همونطور که گفتم مسئله برمیگرده به مسئله بیمه های اجتماعی، مسئله تامین اجتماعی به معنای کلیت خودش. ما مردم چطور داریم زندگی میکنیم؟ ببینید تو اروپا وقتی که یکی خانواده درآمدش کم هست در ما از یک سطحی پایین تره، خب هزینه مسکنشو میدن، هزینه تحصیل که رایگانه، هزینه درمان که رایگانه و به ویژه اگر جاهایی هم بخشی از اون هزینه رو باید خود و مردم بدن، ولی برای کسی که درآمدش از یک سطح پایین تره باید خودش دولت کمک میکنه. ولی تو ایران چه خبره؟ هیچ. بی درمانی، بی مسکنی، بی حقوقی، بی کاری. تو آماراشون میگن که 10 میلیون بیکار، سونامی بیکاری، بیکاری جوان ها، همه اینا، ولی بیمه بیکاری خبری نیست. و اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه بهش بیمه بیکاری در واقع پولیه برای ارزون تمام کردن بیکارسازی ها برای کارفرما و فقط به یک بخش محدود اونا که بیکارسازی میشن داده میشه. این جمعیت عظیم 10 میلیون از بیمه بیکاری محرومن. بازنشستگی همینجور، کسی که بازنشسته است هر سال هر ماه از حقوقش 7% کم میشه، با پولی که کارفرما باید برای کارگرش بده و دولت 30% کم میشه، ولی خبری از تامین نیست برای بازنشستگان. نهایتش ممکن یه بازنشسته 1,000,000 یا 1,500,000 پول بگیره، ولی تورم هر روز افزوده میشه و تازه همون رو هم به موقع پرداخت نمیکنن. یا مثلا تحصیل رایگان اصلا خبری نیستش و میگن مدارس دولتی رایگانه، ولی کن 200,000 تومان، 250,000 تومان، 150,000 تومان و تازه مرتب از خانواده ها پول میگیرن که امروز میخوان ساختمون رو درست کنن، امروز میخوان فلان تاسیسات رو برقرار کنن و به این شکل چاپیدن خانواده هاست و بخش زیادی از بچه ها تحصیل محرومن. خب این یعنی خود دولت آمار میده که در تهران 50,000 چادر کسانی که اصلا کارتون خوابن، خبری از مسکن نیست، خبر از تامین مسکن نیست. به کارگر 10,000 تومان میدن به عنوان کمک از این مسکن و واقعا مسخره است. خب چه نوع تامینی رو ما میخوایم؟ چه نوع جامعه ای رو میخوایم؟ چه نوع رفاه اجتماعی رو میخوایم؟ اعتراضمون چیه؟ همین امروز چیکار باید بکنیم؟ اینا موضوعاتی که تو این برنامه میتونیم روش صحبت کنیم. کانال جدید بفرمایید. جانم سلام میکنم، بفرمایید. سلام، حالتون؟ متشکرم. موضوع ما سر بیتامینی مردمه، سر حکومت اسلامی و وضعیتی که سر مردم آورده. شما چه صحبتی دارید؟ بفرمایید. بله، الان وضعیت مردم به نظرم خیلی خوبه. بله،
شما الو بله از چه نظر خوبه بفرمایید؟ از نظر امنیت به نظر خیلی خوبه. بله امنیت خیلی خوبه. از نظر اقتصادی چی؟ تأمین اجتماعی چی؟ بیمه بیکاری میدن اونجا به کسی؟ آیا اونجا درمان رایگان هست؟ همه دنیا هست. همه دنیا اینجوره؟ متشکرم، من توضیح میدم. بله همه دنیا اینجوریه. خیر اینجوری نیست. شما سواد ندارید، شما هیچ اطلاعی ندارید، شما فقط میخواید از حکومتتون دفاع بکنید، ولی یه دفاع ناشیانه. نه خیر اینجوری نیست. همه دنیا توی کشورهای مختلف همین الان بیمه بیکاری تو همه کشورها هستش و تو کشورهای اروپایی شما نگاه بکنید و اینو به یمن مبارزه‌شون مردم به دست آوردن، نه اینکه دولت‌های سرمایه‌داری فرض کنه دارن خیلی دلسوزن. نه خیلی همیشه سرمایه‌دارا سیاست اینه که هرچی بیشتر از مردم کار بکشن و بیشتر مردم رو فقیر کنن تا سود بیشتری به جیبشون بذارن. این همیشه منطق سرمایه داریه. ولیکن مردم مبارزه کردن، انقلاباتی صورت گرفته و اینها نتیجه و ثمرش این شده که بیمه بیکاری میگیرن و یا نه تنها بیمه بیکاری بلکه درمان رایگان، تحصیل رایگان. بچه ها همراه فقر خانواده نابود نمیشن. بچه ها تحصیل رایگان دارن، جاها هست غذای رایگان میدن، یه بعد گرم غذای رایگان میدن به بچه ها تو مدرسه. کانال جدید بفرمایید. اهل سلام، خسته نباشید خانم. سلام، متشکرم. خواستم درباره حکومت اسلامی از بزنید. خواهش میکنم بفرمایید. حکومت اسلامی بدبختی، ما نون گرونه، همه چیز گرونه خانم. بله بیمه نداریم، دو تا بچه داریم، شوهرم یه روز کار میکنه در روز کار نمیکنه. بدبختی بکار کنیم. بله درست میگی. بله دقیقا درست میگی. بله ببینید چه کار بکنید باید اعتراض کرد. قبول دارید؟ بله قبول دارید باید اعتراض کرد. شما یه خانواده هستید که شوهرتون کار نداره. خود درسته؟ من قطع بله من قطع میکنم جواب شما رو میدم. خودتون قطع کردید. این خانم شما قبلا هم با من زنگ زدید و صحبت کردید و خیلی خوب کردید، اومدید تو این برنامه صحبتتون رو کردید، درد دلتون رو گفتید. گفتید که چیکار بکنیم، بیمه نداریم. خب هم بیمه نداری باید بیمه رو به دست آورد. جمهوری اسلامی کسی رو تامین نمیکنه، باید به دست آورد. چطور؟ شما تنها نیست دوست عزیز، خانواده های بسیاری مثل شما هستن، با همکارانتون، با همسایگانتون، با اقوامتون بشینید سر همین مسائل صحبت کنید. بیمه درمان حق مسلم ماست، همه مردم باید بیمه درمان داشته باشن، ولی نیست. دارو گرونه، نمیدونم یک عکس برداری میکنی برای یه بیماری ساده کلی هزینه داره. تازه همین الان همین بیمه تامین اجتماعی هم که شامل بخشی از کارگران میشه همون رو هم هی مرتب ازش میزنن. همین هفته گذشته بود که کارگرها جلوی مجلس جمع شدن که میخواد بیمه تامین اجتماعی منابع مالیش منتقل بشه به سلامت. یعنی چی؟ یعنی بدتر از این که دفترچه هاشو هیچ جایی، هیچ پزشکی هیچ جایی قبول نمیکنه و کسی که بچهش مریضه، کسی که همسرش مریضه، کسی که با درد داره دست و پنجه نرم میکنه مجبور پول بده برای اینکه درمان بشه، نمیتونه درد بکشه، شکنجه است. و این کاری که بیمه تامین اجتماعی الان داره میکنه، 35 میلیون بنابر آمار که خود دولت داده تحت پوشش تامین اجتماعی، 1,800,000 بازنشسته تحت پوشش تامین اجتماعی جمهوری اسلامی هستش. ولی همیشه تو خبرها میبینید که حقوق بازنشسته، بازنشسته که سالها کار کرده با تعویق پرداخت میشه و کارگر بازنشسته باید جمع بشه، تجمع کنه که حقوقش به موقع پرداخت بشه، 3 ماه 4 ماه عقب میفته و تازه هی هم قیمت ها گرون میشه و هیچ ربطی اون حقوقی بهش میدن با قیمت ها نداره و زندگیشو نمیچرخونه. بنابراین خانم عزیز شما که زنگ زدید گفتید چیکار کنم،
همسر شما بیکاره. همسر شما و خیلی از بیکارهای دیگه، خیلی از کسای دیگه که بیکار هستن با همدیگه نیروی زیادی هستید و میتونه اعتراضی رو راه بندازید. به ویژه الان خود دولت میگه 10 میلیون نیروی بیکار که با خانواده هاشون میشه ببینه چه نیرویی. خب جوونا بخش عظیم این نیروی بیکار هستن، همین جوونا میتونن جلوی اعتراضی باشن، سازمان بدن، صفحات فیسبوک سازمان بدن، گروه درست کنن، شبکه درست کنن تو تلفن‌های وایبر و با دوستای خودشون تو محله تماس بگیرن، توی محیط کارشون تماس بگیرن، با دانشجوهایی که فارغ التحصیل شدن بیکارن تماس بگیرن، با کارگرهای دیگه که بیکارن تماس بگیرن و به این شکل NGO درست کنیم علیه بیکاری. خیلی کارا میشه کرد و باید این کارا رو بکنیم. نمیشه اینجوری، نمیشه زندگی رو گذرون. کانال جدید بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام به شما، بفرمایید. خسته نباشید خانم داشته. سلام، متشکرم، خیلی ممنون، بفرمایید. سلامتی. متشکرم، بفرمایید. شب عالی متوالی. بله خب صحبت شما. الو. بله. الو. بله شما صحبت نکردید، لطفا الو الو نکنید و مستقیم برید سر موضوع. موضوع هست در مورد بی تأمینی مردم، بی حقوقی مطلق. به قول اون خانم، گرونی بیداد میکنه، بی تأمینی بیداد میکنه، بیمه بیکاری نیست، بخش وسیع از مردم بیکارن و راه حل چیه؟ خیلی از شما میان میگی راه حل سرنگونی جمهوری اسلامی. دقیقاً جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. منشأ همه این مصیبت ها و این بدبختی ها حکومتیه که میبینید که هر روزی فقر بیشتری رو به جامعه تحمیل میکنه. اما برای سرنگونی جمهوری اسلامی، همونطور که تو برنامه های مختلف صحبت و بحث داشتیم، خب باید سنگر به سنگر جنگید، باید این رژیم رو عقب زد و مبارزات ما تو زمینه‌های مختلف که اینجا خدمتتون عرض می‌کنیم و صحبت می‌کنیم در واقع قدم‌هایی هست برای محاصره این حکومت، برای سرنگونی این حکومت. و در این حال خواستای روشنی رو مقابل خودمون قرار دادن. شک نکنید همین الان اگر بخش زیادی از مردم علیه بیکاری سازمان پیدا می‌کنن و مبارزه می‌کنن، میان بیرون و تجمع می‌کنن، حق و حقوقشون رو میخوان، خود این نیرو قدم بعدیش مرگ بر جمهوری اسلامی خواهد بود. کانال جدید بفرمایید. الو، من از تهران زنگ میزنم. میخواستم بگم برای این که راه حل این که ما از این وضعیتی که توش گرفتار شدیم نجات پیدا کنیم، اینی که باید مردم با هم دیگه همبستگی پیدا کنن و برای اینکه مردم داخل ایران با هم همبستگی پیدا کنن، لازمه اینه که اول اپوزیسیون خارج از کشور با هم جناح‌های مختلف اپوزیسیون با هم دیگه همبستگی پیدا کنند. یعنی تمام گروه‌های سیاسی که به سکولاریسم، حقوق بشر، دموکراسی و آزادی باور دارند، از هر جناحی، چه پادشاهی خواهان، چه جمهوری خواهان، چه کمونیستا، چه متفقیا، همه باید با هم دیگه دست به دست هم بدن و با هم دیگه همبستگی پیدا کنند و یک آلترناتیو قدرت و عمل یک اپوزیسیون منسجم و تشکیل بدن. اگر نه اینکه بیان کمونیست ها به پادشاهی خواهان حمله کنن، اونا بیان به متفقی ها حمله کنن و به همدیگه بخوان حمله کنن، با این وضع یک کاری از پیش نمیره. باید اتحاد کرد خود تمام کسایی که به دموکراسی، آزادی، سکولاریسم و حقوق بشر باور دارن، باید با همدیگه دست به دست هم بدن برای اینکه از این وضعیتی که ما الان تو ایران گرفتار شدیم رهایی پیدا کنیم. بله متشکرم. اما خب این قسمت اپوزیسیون من جواب میدم، ولی مردم دور چی متحد شن؟ مردم با چه خواستای متحد شن؟ خواست خود شما چی هست؟ قطع شد. ببینید اپوزیسیون میگن که کمونیستا به پادشاهی حمله نکنن، پادشاهی. ببینید ما به چی حمله میکنیم اگر اعتراض میکنیم؟ ما به اونجا حمله میکنیم که کسی بخواد مردم رو، مبارزه مردم رو بکشونه به دنبال بخش از حکومت. اونجا رو انتقاد میکنیم که کسی بخواد خاک بپاشه تو چشم مردم. بنابراین اتحاد، دوست عزیز، منم قبول دارم و ما قبول داریم باید متحد بود، ولی اتحاد دور خواستای روشنی باید صورت بگیره.
اتحاد دور سرنگونی جمهوری اسلامی. و برای سرنگونی جمهوری اسلامی یعنی چی؟ یعنی که کلیت جمهوری اسلامی باید از بین بره. و اگر فرض کنید که هر به فرض وقتی خاتمی اومد، خیلی از این جریانات از سلطنت طلب از هر کدوم اومدن گفتن خب انشالله خاتمی اومده و اصلاحات اومده و خب ما انتقاد کردیم، حرف زدیم و گفتیم این جواب نیست، گفتیم این خاک پاشیدن تو چشم مردمه و گفتیم که باید کلیت جمهوری اسلامی بره کنار. بنابراین دور خواستای روشنی اتحاد صورت میگیره. کانال جدید بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام، متشکرم، بفرمایید. خانم دانشمند، اینا دیگه کارشون از مشیت و اینا گذشته، فقط باید مسلحشیم بزنیمشون این پدر سوخته ها. بله خب بله، به موقعش مسلح. من جوانی هستم، چهار بار کیفری برام زدن همین الکی، گفتن آقا تو کیفری اگه بیایی بار دیگه میریم میگیریم خفت میکنیم، باید اینجا رو بزنیم. بله خب شما رو بزنیمشون، مسلح بشیم بزنیمشون، دیگه از این گروش رو گم کنیم هم بکر بنن اینا دیگه، برن نونم بوزونم گرفت دیگه، چی میخوا بگیرن؟ بله خب ببینه، تا همین امروز شما به عنوان یک جوان چه خواستایی دارید؟ جوان چه کار کنیم؟ یا دیگه آماده بشیم بیام تو خیابونا، همه باید فقط یک را داریم. بله بریم تو خیابونا اعتراض کنیم فقط همین راهشه و آخرین راهشه که چادر بیاریم بذاریم توی میدونهای اصلی، این چادرها رو بزنیم بگیم ما کرانشیم نمیتونیم پول نداریم، یکی چادر بزنیم تا چاری برا ما بکن همه با هم. بله متشکرم، خیلی ممنون. بله بنابراین اعتراض کنیم دقیقاً اعتراض کنیم، بگیم چادر بزنیم تو میدونای اصلی، بگیم ما خونه نداریم، اینم یه راهی از اعتراضه. مگه تو از تحریر چه گذشت؟ مگه مردم مصر چه کردن؟ 50,000 کارتون خواب تو تهران است. این 50,000 کارتون خواب به جای اینکه کارتون خوابی کنن و وقت جمهوری اسلامی براشون سامانه درست کنه، این 50,000 تا با خانواده هاشون، با کسی کارهاشون با جمع بشن بگن مسکن حق مسلم ماست، بگن بیمه بیکاری حق مسلم ماست و مردم از اینا دفاع کنن. ولی گفتن مسلح شیم. بله به موقع خودش مسلح میشیم، به موقع خودش مردم مبارزاتشون جلو میره و اونجا که لازمه دست بسته میبره. مگه سال 57 ندیدیم مردم رفتن و پادگان ها رو مصادره کردن؟ ولی اتفاقی که اونجا افتاد این بود که کانال جدید بفرمایید. سلام خانم دانشور. بله سلام میکنم، بفرمایید. خوبی؟ ممنونم، بفرمایید. میگن میخواید بانی وضعیتی داری ایران؟ متوجه نشدم، نمیدونم گفتن چی. به هر حال دوستمون گفتن که اتحاد اپوزیسیون، داشتم اینو صحبت میکردم. ببینید بنابراین ما به طور مثال منشور سرنگونی دادیم، منشور سرنگونی گفتیم که بر این مبنایی میتونه باشه که هر کسی که میخواد جمهوری اسلامی سرنگون بشه، هر کسی که میخواد جامعه رو از این وضعیت نجات بده میتونه بیاد با یه همچین خواستایی بیاد و میتونه متحد بشه، هر کسی منشور سرنگونی. و این منشور چی میگه؟ میگه همه جمهوری اسلامی، تمام جناش، همه با هم سر باید از بین برن، تمام دستگاه های سرکوب جمهوری اسلامی باید ملغا بشه، همه دم و دستگاه جمهوری اسلامی باید از بین بره، دستگاه قضاییش باید از بین بره، برای اینکه اینا کلن با همدیگه جمهوری اسلامی ها میسازن، همشون با همدیگه، تمام قوانینش باید به دور انداخته بشه و در اینها برای اینکه تضمینی بشه که اینا بر نمیگرده، یک قوانینی رو با سرنگونی جمهوری اسلامی جامعه باید اعلام بکنه، از جمله اینکه زن و مرد برابرن، از جمله اینکه مذهب باید دستش، مذهب دولت جداست، از آموزش پروری جداست، از جمله اینکه آزادی بدون قید شرط عقیده است، مذهب عقیده است، هر کسی مذهب نمیدونم نقدش کنه حق داره. و اینا نکاتی بود که رفاه برای همه مردم باید در رفاه باشن، استثمار نباید باشه، یک
خواستای کلیدی و اولیه رو اعلام کردیم و در این حال تعریف کردیم سرنگونی یعنی چی. آیا دوست عزیز شما که میگید همه با هم دیگه اپوزیسیون باید با هم دیگه متحد بشن، آیا معنیش این نیست؟ وگرنه همه با هم دیگه، حالا یکی میگه که همین نمیدونم، حالا فعلا وقت بدیم تا ببینیم روحانی چی میگه، یکی میگه حالا وقت بدیم تا ببینیم خاتمی چی میگه، یکی دل میبنده به این جنای حکومت، یکی میگه ارتش نمیدونم برادر مردمه. خب اینا نمیشه، همون اتفاقی میفته که سال 57 افتاد، همه با هم دیگه بذاریم شاه بره بعدا. و بعدش چی شد؟ بعدش خمینی اومد، جمهوری اسلامی، نه کلام بیشتر نه کلام کمتر. بنابراین امروز الان اون اتفاق سال 57 نمیتونه تکرار بشه. الان مردم روشن‌ترن، مردم خواستایی دارن. بنابراین منم با تاکید شما کاملا موافقم، مردم باید متحد بشن، ما مردم باید متحد بشیم، ولی با خواستای روشن و با چشم انداز روشن، بدونیم کجا میریم، دوباره تو تاریکی نریم، دوباره از یک جهنمی به جهنم دیگه نیفتیم. و این مهم هستش. خب دوستان بیایید صحبت کنید. بحث سر تأمین اجتماعی است، بحث بر سر رفاه اجتماعی، بحث بر سر بیمه های اجتماعی، بحث بر سر اینه که ما مردم چه حقوقی باید داشته باشیم و بحث بر سر اینه که جمهوری اسلامی چه به سر مردم آورده. اونی که بیکار چه نوع زندگی میکنه، اون که بازنشسته است چه وضعیتی داره، اون که دستمزد کارگر چه وضعیه، همه اینا مجموعاً نشون میده که بی‌تأمینی مطلق مردم، به طور واقعی بی‌تأمینی مطلق مردم. همین الان میبینید نون گرون شده ولی دستمزد اضافه نمیشه. به قول تشکل کارگری اتحادیه آزاد، بله، که بیانیه داده، میگه 50,000 تومان در ماه به هزینه های ما اضافه میشه با پول نون، که یک قلم اصلی خورد و خوراک مردم رو تشکیل میده. خب آیا 50,000 تومان به حقوقم اضافه شد؟ اضافه نشده. نه تنها اضافه نشده، بلکه ماها حقوق کارگران رو نمیپردازم، به موقع نمیپردازم. و اون وقت بحث افزایش قیمت نفت هست، بنزین هست، گاز هست، همه چیزهای اقلام دیگه. تو همین گزارشات که میخونیم میبینیم که نون گرون شده، میوه گرون شده، تخم مرغ گرون شده، لوبیا نمیدونم حبوبات گرون شده، گوشت مرغ گرون شده. تو همین هفته، تو همین فاصله خبر میگه گرونی 42% میوه. خانواده ها هستن که ماها گوشت تو خونهشون نیست که بخورن، میوه نیست که بخورم، میوه لوکسه، لوکس شده. خب این یعنی بی‌تأمینی مطلق مردم. ولی که همونطور که گفتم، به فرض تو کشورهای اروپایی، کانال جدید بفرمایید. سلام بفرمایید. خانم دانشور؟ بله بفرمایید. وقتی نکردیم، وقت کنید. لطفاً صحبت کنید، اتاق فرمان به شما توضیح میدن. با یه تأخیری صدای شما پخش میشه دوست عزیز، لطفا صحبت کنیم، وگرنه نوبتتون از دست میدید، من مجبورم قطع کنم. بله صدا متوجه نشدم شما چی میگید، روشن نیست صحبتتون. بله بحث ما سر بی‌تأمینیه مردم هستش. به هر حال دوستان میدونم مشکل تماس گرفتن، به خصوص اول برنامه، به خاطر که کانال جدید و وحشت جمهوری اسلامی از کانال جدید. بذارید، یکی از دوستان امروز زنگ زد، یک چیزی رو برای من تعریف که از کانال جدید براتون میگم. میگفت معلم بچه من تو کلاس گفته که کانال جدید ضد خداست، ضد اسلامه، نباید نگاش کرد، و اینکه پارازیت میاد رو کانال جدید کار امام زمانه. ببینید که چه
مزخرفاتی تو کلاس های درس گفته میشه و در این حال ببینید کانال جدید به کجاها رفته که به موضوع بحث تو کلاس های درس تبدیل شده و این نشوندنده جایگاه این کانال هستش. و یا تو صحبتاشو میگن که 50 میلیون مردم بیننده ماهواره ها هستن و مرتب حوارشون بلنده علی‌رغم این که جمع میکنن نمیدونم پارازیت میندازن، بینندگان زیادی هست و دوستان زیادی میشنن پای این برنامه و هر شب میخوان مسائل و بحثایی که ما اینجا داریم و دنبال کنیم. به هر حال این بحث تامین اجتماعی، بحث بیمه های اجتماعی، بحث رفاه، بحث مهمی است. هم موضوع اعتراض امروز ماست، هم تصویری که ما از زندگی آیندهمون داریم، هر دو اینا رو داره بیان میکنه. امروز وقتی به تامین نگاه میکنیم اصلا خبر از تامین نیست. یک سازمان عریض و طویل با اسم غیر واقعی به اسم تامین اجتماعی ساختن ولی هیچ خبر از تامین نیست و فقط نوندونیه. ثروت های کلونی تو سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی جمعه. همین پولایی که از بیمه کارگران ماهانه کم میشه، همین پولا این سازمان رو طی سالها به یکی از مؤسسات بزرگ اقتصادی تبدیل کرده که دزدی های کلونش رو شما دیدید شنیدید که چه گذشت و چه معاملات گنده ای کردن، به ویژه پرونده که مرتضوی داره با همدستی دیگه سران حکومت. و تو این دوزی ها شما میبینید که شرکت های مختلفی تحت مدیریت تامین اجتماعی هست و سرمایه گذاری های بزرگی توی بانک های کشور دارن که همه اینا میره به جیب یک مشت سران این حکومت که حالا براتون میگم. کانال جدید بفرمایید. الو. بله سلام بفرمایید. سلام خانم دانشور. بله بله صحبت کنید بفرمایید. حالت خوبه؟ من خوبم متشکرم. الو. بله داشتم از ثروت های که تحت پوشش تامین اجتماعی هست بگم. این ثروت ها اقلام بسیار تکان دهنده ای، واقعا اقلام بسیار عظیمی داره که باور کردنی نیست. و ببینید که چقدر پول اینا به جیب زدن. گفته مالکیت بیش از 300 شرکت و مؤسسه اقتصادی. کانال جدید بفرمایید. الو؟ الو؟ بله، سلام بفرمایید. شما رو خط هستید، صحبت کنید. لطفا صحبت کنید، نوبتتون از دست میدید اگه صحبت نکنید. قطع شدن دوست ما. بله، یک شرکت سرمایه گذاری داره به اسم شستا که این شرکت سرمایه گذاری ظاهراً تامین اجتماعی برای این رو انداخته که وضع با اونایی که تحت پوشش هستن اون 35 میلیون بهتر بشه. این شرکت 300 تا شرکت مؤسسه اقتصادی تو اختیار داره، 40% بازار تولید و توزیع دارو رو داره، 40% بازار تولید سیمان رو داره، 30% تولید قیر رو داره، 17% تولید تایر رو داره، 50% حمل و نقل نفت رو داره، 70% بازار پتروشیمی رو داره. اسمش هم شرکت شستاست و ببینید که چه شرکت عظیمی هستش. اما چی؟ اما پولایی که اینا به جیب زدن، حقوقای 14 میلیون تومانی که تو گزارشاتشون خودشون برملا کردن و همینجور ویلاهای بزرگی که توی مناطق خیلی خوش آب و هوایی ساختن برای تفریحات خودشون و پاداش‌های میلیاردی که بین دار و دسته‌های خودشون پخش کردن. اینا همه اسنادی هست در مورد دزدی‌هایی که توی تامین اجتماعی بود که گزارشاتش رو شما شنیدید. حقوق 14 میلیونی
و یا تفاهم نامه 4 میلیارد یورویی سعید مرتضوی با بابک زنجانی که یک سری شرکت ها رو به این ترتیب واگذار کردن به بابک زنجانی که یک جنجال بزرگی به پا شد. 20 میلیارد و 912 میلیون کارت هدیه فقط پخش کردن. اینا فقط مالی یک قلمدازی هاش. خب سوال ما اینه که با این پولایی که اینا دزدی کردن چه میشه کرد؟ دوستان بیان صحبت کنن. همین پولای میلیاردی، حقوق 1 میلیون و نمیدونم 700 هزار تومانی کارگر رو چند ماه به تعویق میندازن، میگن بودجه نیست، ولیکن حقوقای 14 میلیونی برای خودشون مینویسن و نمیدونم هدایای میلیونی برای خودشون به همدیگه میدن و رشوه میدن و به این شکل از زندگی ما مردم، از معیشت ما مردم میزنن. این تامین اجتماعی جمهوری اسلامی است. بیمه بیکاری که چیزی که بهش میگن جمهوری اسلامی، همونطور که گفتم هیچ ربطی به بیمه بیکاری نداره. یعنی کارگر بیکار از بیمه بیکاری برخوردار نیست تو جمهوری اسلامی. فقط کسی که بیکار شده اونم برای یه مدت محدودی بخشی از حقوقش رو بهش به عنوان بیمه بیکاری پرداخت میکنن و همین. که حتی از حد حداقل دستمزد هم بعضن کمتر هستش. یا فرض کنید که بازنشستگی، شما نگاه میکنید میبینید که خیلی از بازنشسته ها خب باید 10 سال بیمه پرداخت کرده باشن و 60 سال سن، و خیلی 93% کارگران کار قراردادی میکنن و توی وقتی بخشی از حق بیمهشون پرداخت نمیشه و این بسیاری از کارگران رو علارغم که به سن بازنشستگی رسیدن ولی با معضل دریافت بازنشستگی روبرو کرده. و تازه همون پولی که بازنشستگی بهشون میدن، همونطور که گفتم مثلا 1,500,000، 1,700,000، 800 بستگی به سنوات کار اون بازنشسته است، همون هیچ ربطی با تورم نداشته و همیشه زندگی این بخش محروم جامعه بدتر و بدتر شده. ولی مسئله فقط این نیست، مسئله اینه که بازنشسته باید درمان رایگان داشته باشه. به ویژه تو سن کهولت انسان ها بیشتر احتیاج به دکتر دارن، دارو دارن، درمان دارن و اینا جز نیازهای اولیه هستش. شما نگاه کنید تو خیلی از کشورهای اروپایی کسی که بازنشسته میشه تحصیلاتی براش قائلن، جدا از اینکه حق بازنشستگی بهش داده میشه. کانال جدید بفرمایید. سلام، خوب هستید؟ سلام، متشکرم. بفرمایید. میخواستم بگم که یه جدیدن، یعنی دقیقه که نخیلی وقت این پلیس راهبر به کورهای مختلف داره کلاهبرداری میکنه و دیگه مردم میزنه. اشکال نداره بگم بهتون؟ نخیر، صحبت کنید، بفرمایید. مثلا شما مثلا پلیس چراغ قرمز وامیستید، بعد یهو چراغ سبز میشه 12 تا شماره، یعنی میاد 12، شما تو دنده رو عوض میکنی میرسی وسط چهار را، یکی داره مسافر سوار میکنه، یکی پیاده میشه، بالاخره یک گیری اونجا از شما وسط چهار گیر کرد، فوری دوربیناشون 100 هزار تومن تا 40 هزار تومن، 60 تومن تا 20 هزار تومن جریمه میکنه. یا هم که مثلا شب ساعت 12 مثلا 1-2 شب تو اتوبان مثلا نیایش باستادی سر چهار را، میبینی که از شماره 100 این شروع کرده شده رسیده به شماره 7 یا 8، قفل میکنه. آقا وامیستی 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 وامیستی، این چرا عادی نمیشه؟ آقا میگه خب این دیگه چرا خرابه دیگه، خلاصه یه رو باستادی بیست یه رو باستادی میگازی میری یه رو میبینی اه، بعد که میری استعلام بگیری 100 هزار تومن میگه از عبور از چرا قرمز. بله. بعد به شکایات 197 که مال پلیس زنگ میزنیم یا آقا اینجوریه، بعد با هفته اعلام میکنه که پلیس محترم راهبر کلاورزه به درجه 1 اون مال سگ خمینی و خامنه‌ای، میگه آقا
این مربوط به شهرداری ما بهشون بررسی میکنیم، میگم آقا ما رو 1,000,000 جریمه کردی. بله. زمستون شده، ما نمیتونیم یه جفت کفش برای بچه‌مون بگیریم تو این زمستون تو این خیابونا برن، چون 1,000,000 جریمه کردی. من به شهرداری میگم، و شهرداری هم مثل تو دوز. بعد خلاصه یا اینکه مثلا چیکار میکنم، میذارم رو 8 ثانیه، یعنی 8 تا شماره شما حرکت که میکنی میرسی به پیاده عابر رو، یعنی اون قسمت زل ایال غربی یا شرقی یا جنوبی چهار را. بعد یهو اون دوربینه چراغتو بر میداره، کلاکتو بر داره، اعلام میکنه که توقف رو توقف روی عبور عابر پیاده و 20,000 تومان جریمه. یعنی این یعنی تمام دوربینای تهران اینجوریه. بله. یعنی اینجوری ما رو دارن بیچاره میکنن. والله شما خانم دانشور دانشور بودید یا الان من از دوربین از عقب نگاه کنم. بله درست. ببینید چه جوری مردم رو داره بیچاره میکنه. دقیقاً. مردم با چه کسانی با چه کسافتایی در درگیرن. باور کنیم این ملت والله بریزید بیرون، خواهشم بریزید بیرون، شهر این جمهوری اسلامی رو بکنید بریزید. بله. آخه یه خانم داشت و یه خواهش از شما داشتم، یه لطفی کنید. الان مثلا ما یه شوره تخم میگیریم 10,000 تومن، یه جا میگیریم 12,000 تومن، یه جا میگیریم 8,000 تومن، تخمه آفتاب گردون خب از 20,000 تومن تا 10,000 تومن. حالا 10,000 تومن پول دادی، خب تخمه آفتاب گردون میگیری، نصفش پوکه، نصفش چپک زده، نصفش هم که اصلا چوبه. بله بله. این هم زندگی ما تو تهران و تو ایران. دقیقا درست میگه. خب شما خودتون فکر کنم باید چه کار کرد؟ بله من به نظر من خب اگر این دولت بمونه و آقای همین سگاشون هستن موسوی و کروبی کرد و زندانی خودشون هست. بله. این همه سیابازیه، این همه فیلمشونه، اینا گذاشتن تو موادا اگه احیار مردم بیستن بیرون، اینا بسید با دوره بچکنن تو ارغا مردم. بله. اگه اینا یا کرر یا اون موسوی یا اون مسیح رجبی کسافت و بنیستد رو اینا بیان، دوره همینه به نظر من. خب اگر این دولت و دولت های دیگه به جز کمونیستا بیان سر کار، روزی 10 مرتبه آرزو مرگ میکنیم، یعنی یه کاری میکنن روزی 10 مرتبه آرزو مرگ بکنیم. بله. متشکرم. تنها راهش اینه که مردم بریزن شر اینا رو بکنن، تنها راهش همینه. بله. یعنی تنها راه موفقیت همینه. بله بله. درود به شما، متشکرم، خیلی ممنون، نکات خوبی گفتن و از دزدی ها و به چاپ به چاپ های حکومت، از هر راهی، از عام عدالت گرفته، از مسکن مهر پردیس گرفته، از نمیدونم مامورین پلیس راهنمایی گرفته، از هر جایی، از هر جایی همینطور بساط بخور بخور و دزدی هاست. حتی بودجه تصویب میکنن که نمیدونم برای فلان بخش، باز بخشی از اون بودجه باز تو بخور بخورهای خود رئیس و وزرا و همه خودشون صرف میشه، آخرش ته کاسه چیزی برای مردم باقی نمیمونه. خب ایشون درست میگن، راه حلش اینه که باید ریخ بیرون و اعتراض کرد. یکی از دوستان قبلا صحبت کرد، گفتش که خب مسکن نداریم، بریم چادر بزنیم در وسط شهر و بگیم مسکن میخوایم. راست میگن، باید از این نوع کارا کرد و اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. همه کسانی که بی مسکن هستن، همه مردمی که مشکل مسکن دارن، خب باید برن جمع بشن یه جایی، اعتراض کنن، تجمع کنن و بگن ما مسکن میخوایم. ببینید شما حتی تو همین جامعه سرمایه‌داری، همین جامعه شما وقتی فکر میکنید، وقتی نگاه میکنید از دستمزد شما دیگه باید فقط 10% بره برای مسکن، نه اینکه 70% بره مسکن، نه اینکه 50% بره برای مسکن. وگرنه شما اگر 50% حقوقتون بخواد بره برای مسکن، اون وقت برای تحصیلم رایگان نباشه، درمان رایگانم نداشته باشید، نونم گرون بشه، همه مواد سوختی، چجوری میشه زندگی کرد اونجا؟ همه دوستانی که میگن اینجا، میگن دیگه نمیشه این مزا ادامه داد. خب باید فکری کرد و این فکر چیه؟ باید چه کار کرد؟ ما میگیم که جنبش های اعتراضی مردم وزن مهمی داره برای اینکه جمهوری اسلامی سرنگون کنه.
و جنبش های اعتراضی مردم دور خواستای سراسری مردم، مسکن، درمان رایگان، حداقل دستمزد. همین امروز اگه شما میگید 3 میلیون خط فقر، 3 میلیون دیگه، چرا کمتر از 3 میلیون؟ درمان رایگان برای همه، تحصیل رایگان برای همه. دور اینا میشه جنبش اجتماعی رو انداخت. همه مردم دورش میتونن جمع بشن، میتونن گروه درست کنن، میتونن اعتراض را بندازن، میتونن NGO درست کنن، میتونن فراخوان به تجمع بدن، همه اینا. خوشبختانه امروز هم که تکنولوژی فراهم کرده راه ارتباط گیری ما مردم با هم، یکی از اون راه ها کانال جدیده. راه های دیگه همون چیزی که خودتون هر روز با هم دارید تماس میگیرید، هر کدوم یه دستتون یه تلفن هوشمند است، از اون طریق با هم دیگه در تماسید، از همون طریق گروه مبارزاتی و شبکه اعتراضی خودتون رو سازمان بدید، فراخوان بدید، خواستاتون رو بگید، خبررسانی کنید، ولولی را بندازید که جمهوری اسلامی نتونه سر بلند کنه. و اینها همه میشه مقدماتی برای اعتراضات وسیع تو خیابون، اینا میشه مقدماتی برای اینکه مردم آماده بشن بیان برای قیام و برای تمام کردن اوضاع. کانال جدید بفرمایید. الو. بله سلام. شما فرمودید سلام، شما فرمودید اون خواسته های روشن که بعد حولش اتحاد قرار کرد چیه؟ خواسته های روشن رفراندومه، یعنی اینکه باید یک انتخابات آزاد با نظارت نهادهای بین‌المللی برگزار شود و نوع نظام آینده که میتونه پادشاهی پارلمانی باشه و یا جمهوری باشه و یا هر نظام دیگه با رأی مردم در یک انتخابات آزادانه انتخاب بشه. و دیگری سکولاریسم، یعنی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت و آزادی بیان هست که تمام گروه‌های سیاسی با هر عقیده و گرایشی که دارن بتونن راحت صحبتشون رو در جامعه مطرح کنن و تمامی احزاب آزاد بشن. و تمام این مشاهد و این تشکلی هست به شورای ملی ایران به رهبری آقای رضا پهلوی که اونها هم تمام این خواسته ها رو مطرح کردن و شما هم دارید همون خواسته ها رو مطرح میکنید و تشکل‌های دیگری هستن تو اپوزیسیون که اونها هم دقیقا همین خواسته ها رو مطرح میکنن. یعنی حرفا رو که نگاه کنی 90% مشابهه، ولی در عمل می‌بینیم که خیلی با هم توافق ندارن، حتی حاضر نیستن که سریع نیست بشینن با هم دیگه تعامل کنن. این سوالی که با هم باید جوابی بهش داده بشه. بله متشکرم، خیلی ممنون. من توضیح میدم. بله گفتن رفراندوم، رفراندوم چی کجا؟ جمهوری اسلامی، تحت نظر جمهوری اسلامی کجا رفراندوم میخواید بکنید؟ رفراندوم میخواید با دخالت آمریکا و غرب اینا بیاید شما رفراندوم کنید؟ خب اینا دخالت آمریکا و غرب همین شده که شده، جمهوری اسلامی اینا آوردن. بنابراین اینا همه وعده های چیز تو خالی و ناروشنی. رفراندوم چگونه رفراندوم میکنید؟ مردم با انقلابشون میتونن حکومت رو سرنگون کنن و اگه سرنگون کنن اون وقت من نمیدونم چرا باید دوباره شاهنشاهی بیارن. 50 سال حکومت شاه رو تجربه کردیم، چرا باید یکی بیاد از بالا به عنوان شاه حکومت کنه به مردم، اونم تو قرن امروز؟ خب ما اینا رو توضیح باید بدیم برای مردم. چرا باید فرض کنید که نمیدونم مذهب بر جامعه حکومت کنه؟ چرا؟ بنابراین بخشی از این راهکارها همینه که بگیم که نه شاه، نه شیخ، نه هیچ کدوم از اینا، نه مذهب، حکومت خود مردم. مردمی که انقلاب کردن چرا باید وایستن بیاد یه رفراندومی بشه؟ و مردمی که انقلاب کردن خب خود اون مردم هم شوراهاشون رو تشکیل میدن و حکومتشون رو برپا میکنن، خود اون مردم هم قوانینشون رو تصویب میکنن. چرا باید یک عده کراوات زده بیان به عنوان رئیس جمهور و نمیدونم شاه و برای مردم و قانون اساسی بنویسن و نمیدونم پارلمان تشکیل بدن و هم با اقسام اینا؟ اینا برای چیه؟ اینه که وقتی میگم طور خواستای اساسی متحد بشید، آزادی بدون قید شرط سیاسی، بدون قید شرط. مذهب دستش از دولت کوتاه باشه، نقدش هم باید آزاد باشه. فردا
اینکه توهین شد به مقدسات، توهین شد به وطن، توهین شد به میهن، فردا تمامیت ارض را به خطر انداختی، چون اینکه گفتی که من باید به زبان مادری خودم صحبت کنم. اینا رو نیارن جون مردم دوباره شق شق کنن و مردم تیکه تیکه کنن. برای این دوست عزیز باید عمیق‌تر از این به جامعه و به مسائل جامعه و به حکومتی که میخوایم فکر بکنیم، باید عمیق‌تر از اینا. همین شورای ملی که شما میگید، همین شورا نمیخواد ارتش رو دست بزنه، نمیخواد، حتی میخواد جمهوری اسلامی رو بره کنار بدون اینکه ساختار دست بخوره، دوباره بیاد سر همونجا حکومت بکنه. خب ما باید بگیم که تا این قضیه چیه و چرا جواب نیست و چرا دوباره مردم میفتن به یه جهنم دیگه. کانال جدید بفرمایید. سلام علیکم. سلام به شما، بفرمایید. شب شما بخیر. متشکرم، بفرمایید. آج اومده مردم ایران حقیقت بخار قش نیست، زمین بخار داره، مردم ایران بخار نداره، حقیقت میگم. خب حالا شما اعتراضتون چیه؟ حالا منم در مورد مردم ایران صحبت میکنم. شما چه اعتراضی دارید و فکر میکنید چه نوع رفاه اجتماعی باید مردم داشته باشن و الان وضعیت چطور هست از نظر شما؟ چه اعتراضی دارید؟ بفرمایید. مردم ایران هیچ بخاری ندارن. مردم ایران هیچ الان اگر بشو بگه آقا به کجا چیزی هست اونه میرن میشه اصلا نقه اوانه تدارت مدارت یخ من اصلا ده آنه نیست دوباره تدارت مدارت و به هر حال شما، من سوال کردم از شما، من در مورد مردم ایران صحبت میکنم، سوال کردم از شما، شما اعتراضتون به چی هست؟ این مردم ایران هنه هیچ الان اگر بگم مثلا نش ده نفر یا 20 نفر خود اگر مثلا در تهران تظاهرات شدن مثلا در شهر دیا خود یا مثلا شیر مثلا ازا گفت کرمانشاه یا مثلا شهر دیا مثلا شهر خودی یا شهر بزرگیش که اصلا بله نمیستن که تجاربی کنن، پشتبانی اونه بگیرن که مثلا پشتبانی داشته مثلا اگر تهران بیسته اونه برسه بعدش خوبش آقا تحبیل برسه بعد تحبیل آقا اسبان برسه بعد اسبان آقا محشد برسه بعد اسبان مثلا محشد شریعت یه برسن. بله متشکرم، خیلی ممنون، متوجه نکتتون شدم. بله ببینید نگید مردم ایران بخار ندارن. من میدونم توقع دارید از مردم، ولی همین عکسایی که رو صفحه تلویزیون گذاشته شد رو نگاه کنید، صحنه‌های اعتراض رو نگاه کنید، محیط‌های کارگری رو نگاه کنید که هر روز اعتراض و مبارزه تو همین اول 2200 کارگر این کارخونه، 1000 کارگر اون کارخونه، 2000 اون کارگر اون کارخونه، جوان‌ها تو جامعه، حجابا رو می‌بینید، این همه حجاب برداشته میشه که جمهوری اسلامی دیگه عاجز شده میگه حجاب حکومت رو به لبه پرتکار رسونده. جسارت از این بالاتر؟ ببینید تو داعش ایران زنها چه کردن سر این جمهوری اسلامی، چه آوردن سر جمهوری اسلامی، اسید پاشی کرد، چاوکشی داره میکنه، همه اینا، و مردم حجابشون رو برداشتن. همون موقع که اسید پاشی بود دیدید چه اعتراضاتی شد تو اصفهان، تو تهران، تو همدان، تو مشهد، تو اهواز، شهرهای مختلف. بنابراین مردم اعتراض میکنن. مسئله اینه که اون چیزی که الان موزل هست اینه که چه کار باید کرد که این اعتراضات به ثمر بشینه، نتیجه بده، چه کار باید کرد که این اعتراضات به جایی برسه که جمهوری اسلامی رو ساقط کنه. شما نکته درستی گفتید، گفتید باید از مبارزات همدیگه پشتیبانی کرد، این نکته تون بسیار درسته، منم موافقم. وقتی که کارگران یک کارخونه اعتراض میکنن، اولا این کارگران باید جامعه رو باخبر کنن، دوما جامعه‌ای که باخبر شد از اونها حمایت کنه، مثل کارگران بافقی است. وقتی جلو مجلس میرید میبینید ده از کارخونجات مختلف مرتب جمعیتیه که میاد اونجا تجمع میکنه. خب بریم اونجا در همبستگی با مبارزات مردم ما هم چادر بزنیم و بپیوندیم بهشون. وقتی که اسید پاشی میکنن به من کارگر، به من معلم مربوطه و اعتراض کنم، حمایت کنم از قربانیان اسید پاشی. برای این جمهوری اسلامی اسید پاشیده که جامعه رو وحشت زده کنه، مرعوب کنه، راهش اینه. بنابراین
نکته یه نکته درست شما که اینجا با تاکید کرد به عنوان یه نتیجه بحثایی که تا الان داشتیم اینه که از مبارزات هم دیگه باید پشتیبانی کنیم. ولی همطور که گفتم مردم اعتراض دارن میکنن، جامعه داره میجوشه، برای همین جمهوری اسلامی وحشت داره. از اعتراض در رابطه با جوونا رو به نگاه کنیم، همین گروه هپی، موزیک هپی که تو ایران درست شد اعتراض بود. همین که تو مراسم مرتضی پاشایی چه جمعیت اومد بیرون، دختر و پسر حجاب برداشته، دختران خیلیشون نه آپارتاید جنسی رو قبول کردن نه حجاب رو قبول کردن، یعنی نه به جمهوری اسلامی، و اعتراض میکنن. و اینها در واقع جامعه‌ای که داره خودشو آماده میکنه برای کارهای بزرگتر. بنابراین دوست عزیز، میدونم معترضید، میدونم کارت با سخون همه رسیده، میدونم که وضعیت سخته، ولی که اگر این نقطه قوتامون رو نبینیم اون وقت نمیتونیم برای روزهای اعتراضات بزرگتر خودمون رو آماده کنیم. اینا همه اعتراضات ماست، حجاب برگیران وسیع زنا اعتراض ماست، اعتراضی که تو دانشگاه میگذره اعتراض ماست، اعتراضاتی که تو کارخونه جات میگذره اعتراضات ماست، اعتراضاتی که تو زندان ها صورت میگیره، زندان ارومیه، زندان قزلحصار اعتراضات ماست، مبارزه علیه اعدام اعتراض ماست، مربوط به ماست، و باید اینو بدونیم و باید به این ترتیب اینه که ما رو جلو میبره. کانال جدید بفرمایید. با درود خانم شهلا دانشمند. سلام، تشکر میکنم. بله متشکرم، خیلی ممنون، بفرمایید. خواهش میکنم. من خواستم فقط یه چند مطلب هم بگم که کامل مردم ایران در جریان باشن. ما یه گروه درست کردیم که اگه در توانمون هر که آقا در توانش 5-6 نفریم که مثلا میگردیم مثلا برای زندان هایی که مثلا دیگه دارن دیگه، مثلا برای تصادف و اینا ماشین هاشون که مردم خون ندارن آقا ماشین رو بیمه کنن، یا مثلا آقا مثلا چیز مالی باشه، حتی هر چیز توان خودم. یه روز رفتیم 4 تا زندانی آزاد کنیم. خواهیم دارشون گوش میدید یا نه؟ بله بله. میگه شاه میبخشه، وزیر نمیبخشه، نمیدونم سربازش نمیبخشه. رفتیم در زندان خود، رفتیم برای رئیس زندان، رئیس زندان خوبه در اومده به ما چی میگه؟ میگه اینا زندان باید بیام زندان، چرا میرید دنبال اینا؟ باید بمونن که زندان. بله ما اینا دیگه داشتن میخوام آزادشون کنیم و اینا اون چقدر حساب کتاب اون ما فقط تمامون از 3-4 نفر که درشون گره. اینا احتیاج دارن به زندان، اینا احتیاج دارن به سرکوب، اینا اگر این چیزا رو نباشه خب اینا نمیرن سر کار، این چیزا خارقا نمیتونن دارن سر کار. من همونجا بردی هستم گفتم من میدونم که با چیزا اول کن، اگر یکی تو زندان باشه تو جنرال اینجا کار رو خودت یا خودت پس میخوای زندان پر باشه واسه خودت. که همونجا منم انداختم بیرون. ببین مردم حکومت خودشون رو جدا کردن، ای دولت مردم دارن زندگی خودشون رو میکنن، دارن جدا شدن از دولت. دولت میگه حجاب نمیزنن، دولت میگه مواره نباید داشته باشید، مواره میارن بطر. من هیچ وقت یادم نمیره میگفتم ویدیو ممنون ما ویدیو رو توی چیز پارچه میرستیم تو خیابون که بدهم بدیم میرستیم. دقیقا درست میگید. کار خودمون انجامه، ما مردم جداییم از دولت، هیچ کس نمیتونه بگه ما جز دولتیم، ما مردمیم، ما برابری زن و مرد میخواییم، ما حکومت دیکتاتوری نمیخواییم، هر نوعش باشه جلوش میفتیم و نمیفتیم تا سرنگون بشه. ما باید فعالیت انجام بدیم، اونی که میگن چی کار کنیم، هزار کار میشه انجام داد. حرف زدن، من در نونوایی خود امروز در نونوایی چنان مردم حرف میزدن کف همه نوع کف میکردن. آقا توان مادی ما نداریم، خرید نداریم، کارگری توان خرید نداره، مردم احتیاج نون خوردن داره، هوا که نمیتونن بخورن، هوا که آلوده است، آب آلوده است، نون گرونه، هیچ وضعیت درست حسابی نداره. حالا جناب خامنه ای کسافت، تو واسه چی تو بمب اتمی؟ واسه دیکتاتوری ته؟ واسه چی ته؟ بله مردم باید بدونن باید فعالیت کنن، باید پای تلویزیون
حزب کمونیست کارگری بشینن، باید فعالیت خود، باید زنگ بزنن به خانم دانشور به شماره‌ای که میده، شماره تماس مستقیمی داره میده، با کانال زنگ بزنید، زیاد هزینه ای نداره، با شاید 2000 تومانی شما میتونید راحت زنگ بزنید، حرف دلتون رو بزنید، همین که حرف بزنید یک قدم برداشتید. من روز اول با یک زنگ زدن کارم انجامه، با یک قدم اولم رو برداشتم و امروز دارم تو فعالیت خودم انجام میدم. کاری هم ندارم که فلان دستور بده برم فلان کار رو بکن، نه، انسانیت خودم حفظ میکنه، فلان کار رو انجام میدم، میرم انجام. بله. اگه از درود به شما، خیلی ممنون. نکات بسیار خوبی گفتم و چه باید کرد ها تو این نکاتی هست که شما عزیزان میاد میگید. دوستم میگه روز اول من از یک زنگ زدن شروع کردم ولی الان دارم کار خودم میکنم و تصویر قشنگی از مردم و رابطه مردم با این حکومت دادن. کانال جدید بفرمایید. سلام علیکم خانم، خسته نباشید. سلام، تشکر میکنم، بفرمایید. زنده باشین، خسته نباشین. خانم واقعی از زندگی سخت شده، واقعی دیگه تو آخر کار تو استخون رسیده، دیگه به خود پدر مادر اومده، دیگه نمیدونیم چیکار کنیم. ما بیرت ایران همدیگه رو گم کردیم. اگر همدیگه رو پیدا کنیم این همه مشکلات که همدیگه رو زنگ میزنن به یه جا میرسیم. مطابق بدبخت ها به جای همدیگه رو گم کردیم. اگر انشالله پیدا کنیم به یه جا میرسیم که یه کار به سخون رسیده. بله. ما از وقت هستم در کار هم. بله. درود به شما، خیلی ممنون. ببینید میگن ما همدیگر رو گم کردیم و شما همدیگر رو اینجا تو کانال جدید پیدا میکنید. همین دوست قبلی ما که خودشون رو کریم معرفی کردن، نکاتی میگن حرفای شماست و راهکار برای شما هم هستش. گروه جمع کنید دوستانتون رو، اقوامتون رو، هم محلیاتون رو، همکاراتون رو و از یک جای شروع کنید و خواستاتون رو اعلام کنید. علیه اعتیاد را اعتراض را بندازید، علیه بیکاری اعتیاد را بندازید. همین هاست قدم های سرنگونی جمهوری اسلامی. همین الان نون رو گرون کردن، خب صفای نون رو به صفای اعتراض تبدیل کنید. به قول دوستمون صفا ولوله است، مردم نمیتونن تحمل کنن، نون رو گرون کردن. دوستان نون یه قلم اصلی از اون چیزی که باقی مونده برای اینکه مردم بخورن، شکمشون رو حداقل کمی سیر کنن، این رو گرون کردم 100%، 200%. خودشون دارن تو روزنامه هاشون میگن. خب صفهای خرید نون رو به صف اعتراض تبدیل کنیم. ببین ما داریم از تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی صحبت میکنیم در جامعه‌ای که هیچی نذاشتن براش. 50,000 کارتون خواب تو تهران، مرگ بر جمهوری اسلامی. 4,000,000 کودک کار خیابان، 7,000,000 کودکی که از تحصیل وامونده. چقدر مردمی که مسکن ندارن، چقدر مردمی که گرسنه سر به بالی میذارن. ولی به قول این دوستمون که زنگ زدن گفتن که این مردم، همین مردم میبینید حجاب برمیدارن، همین مردم میبینید که دختر و پسر با هم دیگه شادی میکنن برای اینکه بگن نه به جمهوری اسلامی و چهارشنبه سوری رو به روز عزای جمهوری اسلامی تبدیل میکنن. همین مردم میبینید که اون وقت چطور تو کارخونه چه خبره، تو میون جوونا چه خبره، تو سطح جامعه چه خبره. جمهوری اسلامی مردم از شما میترسه، از شما کارگران میترسه، میگه کانون بحران. به اعتصابات کارگری جمهوری اسلامی میگه کانون بحران و برایش جلسه بحران تشکیل میده. شورای امنیتش میشینه جلسه میگیره که کارگران اعتصاب کردن. ببینید چقدر مهمه کار ما. از کانال جدید میترسه برای اینکه میدونه چه سر شما آورده. فرق این جامعه ایران با عراق با کشورهای دیگه اینه که اینجا مردم روشنن. به قول دوست عزیز ما مردم زیر بار قوانین ارتجای اسلامی نرفتن. بعضیش یک دوستی در مورد آلترناتیو گفت و مردم اتفاقا همینجوری آلترناتیو خودشون انتخاب میکنن. تو همین مسیر مبارزه برای خواستاشونه که نگاه میکنه ببینه کدوم حزب حرفای اونا رو میزنه، کدوم حزب خواستای اونا رو نمایندگی میکنه، کدوم حزب، کدوم نیروی سیاسی
راه درست مبارزه رو مقابل اونا میذاره و اون رو انتخاب میکنه و رهبری اینجوری شکل میگیره، نه اینکه اپوزیسیون شاه و سلطنت طلب و کمونیست همه با هم دیگه بشن آلترناتیو بیان اون وقت یه رفراندوم بذارن. مردم اینجوری انتخاب نمیکنن، دوره نه گذشته. کانال جدید بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام، متشکرم، بفرمایید. حالتون خوبه؟ ممنونم، بفرمایید. خدمت بزرگوار عرض کنم که یه عزیزی الان زنگ زد گفتم که رفتن زندونی آزاد کنند و نداشتن دو از این برنامه ها. بله. خدمت شما عرض کنم، خدمت شما عرض کنم که از بیچین چیزی اصلا نیست. شما زندونی زیادی آزاد شدند و آزاد میشن و انشالله همه زندونی آزاد بشن. بله واقعا. بله. بله شما خب اجازه بدید، خود حکومت اسلامی میگه که تعداد زندانیان دو برابر خود زندان هاست. شما منظورتون چیه؟ بله بله، من یک مذهب خیلی کوچیک رو بگم. بله خدمت بزرگوار از کنم. ببین هر حکومتی قرار بر ملت ملت رو اداره کنه، اولین کارش اینه که اعتماد مردم رو جلب کنه. این که قبول دارید؟ بله بله. خب نکرده جمهوری اسلامی دیگه، اینو قبول دارید؟ خب حکومت جمهوری اینو من قبول دارم، ولی بله. الان حکومت کارگری میخواد این کارو بکنه. بله. هدف شما اینه که مدرسه مرایگان باشه، بیمارستان مرایگان باشه، نمیدونم همه خونه داشته باشن، همه ماشین داشته باشن، همه این واقعا بله. یک هدفی که واقعا خیلی خوبه. بله. ولی وقتی من میگم، خیلی ببخشید وقتی تو این ندارم، وقتی من به شما میگم خانم دانشور دروغ میگه، خب یعنی من دروغ نمیگم، درسته؟ من نمیفهم منظورتون چه. به هر حال اینا رو ما میگیم، جمهوری اسلامی هم اعتماد مردم رو جلب نکرده. خب بقیه اش بله. ببینید آقای میخوا، آقای میخوا فکر کنم اسمش هم میاد، شبکه شما و بله. در مورد همین کارگری میاد میگه اون که من 200 نفر رو بکشم، اون که من همه آخوندها رو بکشم، اون که همه رو بزنیم زندان، اونها رو بکشم. واقعی باز همون شد که بعدی شما میگید. ببینید شما اگر نه ما اینو نمیگیم، من توضیح میدم. بله ببینید اینا رو ما نمیگیم. من الان بذارید من برای شما توضیح بدم، اجازه بدید چون دوستان رو خط هستن. بله بذارید من یه چیز رو بگم بعدا. بله شما خیلی توضیح زیاد دادید، ما یه دقیقه بیشتر وقت نمیدیم. بله بفرمایید. ببینید من وقتی میگم، ببین اگر هر حکومتی باشه برای چند تا مخالف داره. ببین بهترین حکومت هم اگر بیاد چند تا مخالف، ولی 70 میلیون مخالف داره جمهوری اسلامی. بله اجازه بدید من بیشتر از این وقت ندم، معذرت میخوام. ببینید میگن که هر حکومت چند تا مخالف داره، جمهوری اسلامی 70 میلیون مخالف داره. آخه شما یک کم فکر کنید به حرفایی که میزنید. میگه که هر حکومتی میخواد مردم رو اداره کنه. نخیر، مردم خودشون خودتون اداره میکنن. چرا باید حکومت بیاد مردم اداره کنه؟ کی اونا رو انتخاب کرده؟ کانال جدید بفرمایید. سلام، خسته نباشید. متشکرم، بفرمایید. ما واقعی جانبازی پونه اینجا با دستون عمل کنیم، نه دیگه میکنم الان اون گرون شده، همه که گرون شده، نه چی این کار میکنم. بله دقیقا. بله. بله شما چند سالتونه دوست عزیز؟ من 60 سال. بله این بلایی که جمهوری اسلامی سر شما آورده دیگه، سر این مردم آورده، دقیقا اینجوره. بله من که مملکت دستم از دست دادم. بله من معلیم جانبازم، دستم خوبه، نمیتونم کار کنم، بیکارم. بله دقیقا. نمیتونم حرفم بدم، میترسم. نه خوب کردید، نه ترسید و خوب کردید. شما حقتون رو دارید میخواید، اعتراضتون رو دارید بیان میکنید. زنده باد به شما، خیلی ممنونم زنگ زدید. بله قطع کردم. ببینید خیلی جالب بود حرفای ایشون، داشتن از حکومت دفاع میکنم. میگه حکومت، هر حکومتی که میخواد مردم اداره کنه، اولا ما اجازه احتیاج نداریم کسی مردم اداره کنه، مردم خودشون باید خودشون اداره کنه. تا وقتی که این بینش و این وضعیت باشه همین بساطه. بعدم هر حکومتی چند تا مخالف داره، نه خیلی، این حکومت 70 میلیون مخالف داره. کانال جدید بفرمایید.
با درود خواهم داشتم. من خسته وارد شدن رو خط نداشتم. خوب کردین بفرمایید. بله. من نگفتم نگفته آزاد بشن. گفت حتی به این نشونه برو زندان دسوول، زندان فایل دسوول و هلای پاپی واسه 500 هزار تومن تو زندان فرد اما نتونست بیورش کنیم 500 هزار تومن هم بله. در می اومد رئیس زندان به ما میگه این کسافت ها رو شما چی میخواد آزاد کنید؟ این جمله در اومد گفت کسافت ها رو برای چی میخواد؟ شما داره چی میگید؟ از کدوم حکومت داره دفاع میکنید؟ رو کجا وایسادی؟ من نمیخوام قصد تو این ندارم به ولی وقتی جنابایی در میگه میگی نه این همچی چیزی نیست ولی این زندان ها چی هم؟ ببخشید زندان ها خوابگان؟ بله خوابگان یا رستوران هم؟ دیروز ما این چیزی من نخواستم من آدرس بدم بکش بله بله بهتر آدرس بده بله مردم خودشون دارن میبینن مردم خودشون قضاوت میکنن مردم خودشون هم دولت سرنگون میکنن حالا ببینیم زنده باشید متشکرم بله دقیقا اینه و اینجوری مردم اون وقت خودشون انتخاب میکنن که کی داره حرف مردم رو میزنه در مورد زندان ها صحبت کردن خودشون میگن 70% زندانیان جوان ها هستن این وضع جوان ها تو این جامعه و جمهوری اسلامی هستش کانال جدید بفرمایید سلام به شما بفرمایید حکومت اسلامی هیچ وقت نمیتونه مردم ها تعمیم کنه چون یه حکومتی از پای اساس سوتریه رسمن اومده که بسیاری از مردم سود بگیره کار خصمی را بندازه یعنی مردم بردی را آنند این داره مردم کار میکنه اون داره سرمایه جمع کنه بله. این حکومت افسر این حکومت که حکومت سرمایه داری هستند به خصوص مذهبی اسلامی هست فقط دو جز بیتامینی و بیسوادی و فرق رو تندستی هیچی به ارمان نمیاره و همیشه بدتر خواهد شد و یه مسئله دیده در مورد اون آقایی که میگفت که همه حکومت ها مخالف داره این هم مخالف داره نه خیر دوش حکومت این مسئله این مخالف داره نه یه هم باشون مخالفه علم باشون مخالفه حیوانات مویتیزی باشون مخالفه قرار باشون مخالفه و دو حکومت در تاریخ میگه مخالف داشته باشی بله اصلا نگاه خوب نیست گونه نمیدونم تفکری باهاشون خوبی حتی قبول تفکر فاشیستی هیتلر هم باهاشون مخالفه بله چی را باهاشید داره اینه دقیقا ما حکومت ها مخالف دارن حتی قبول دارن ولی اینا را اصلا نگاه هیچ علمی هیچ تمدنی هیچ چی تو دنیا نگاه را حتی تو دنیا عوضو بر آنها باهاشون مخالفه یه اونا بگه من لعب بروشی اونا بگه ما آراز یه کامرسانی نزا اصلا نجیبی بشی اینا کسی شما میگه مخالفه فقط همین ایران نیست که ما بشنیم سال تو ها دویا رو به عرب انداخته چی میگه تو اینه؟ دقیقا متشکرم غاز و غور اینه ها باشه مخالفه میگه ما برنه نداریم تو ها بری عرب خوشکر خیلی عرب داره کدوم حکومت دیگه مخالف داریم خیلی ممنونم زنده باد به شما بله خیلی قشنگ توضیح دادن دنیا با اینا مخالفه میگه حیوانات با اینا مخالفه دقیقا اینجوری یعنی میگه خیلی قشنگ تصویر کردن و خشمشون رو و اعتراضشون رو و جواب جانانه ای دادن به یک همچین چرندیاتی که گفته میشه که هر حکومت مخالف داره اینجوری میخواید آب خاموش کنید اعتراض مردم رو اینجوری میخواید پای کانالی که میبینید مردم با چه خشمی حرف میزنن از هر بخشی میگه من جانبازم دستم رو نمیتونم عمل کنم پول ندارم ببینید جمهوری اسلامی چه کرده بخشی از مردم رو قربانی جنگ جنایتکارانه خودش با صدام کرده اون جنگ نه ربطی به مردم داشت نه ربطی به وطن داشت جنگی بود برای سرکوب مردم و نعمتی بود برای حکومت اسلامی خودشون گفتن این جنگ نعمته برای اینکه فرصت میده که جمهوری اسلامی مردم رو سرکوب کنه و فرصت میده که مردم تا حرف زدن بگن جنگ ساکت باشید و تو این فاصله بتونن جامعه رو سر جاش بنشونن عده‌ای از مردم تو این جنگ زندگیشون از دست دادن سلامتیشون از دست دادن بهشون میگن جانباز برای اینکه همچنان اینا رو به خود حکومت وصل نگه دارن ولی اینا همون کسایی هستن که ضد این حکومتن اینا کسانی هستن که بیش از هر کسی معلول جنگی هستن بیش از هر کسی این حکومت و جنایتاشو میشناسن و تو زندگی خودشون تجربه کردن مسئله اینه
و دوست از جوان میاد صحبت میکنه، از کارگر میاد صحبت میکنه، از جانباز میاد صحبت میکنه، از زن میاد صحبت میکنه، از به هر جای جامعه میبینید اینجا جایی هست، از هر بخش جامعه میان صحبت میکنن و در مورد مسائل مشکلاتشون میگن، در مورد این حکومت و همه اینها. یعنی چه باید کرد ها؟ اینا درد دل ها نیست، اینا چه باید کرد هاست. کسی که میاد میگه بیکارم، خب باید علیه بیکاری اعتراض رو انداخت و جامعه داره میجوشه، همه میگن یک کاری باید بکنیم، بنابراین آماده تر از این هست. اگر دوستی میگه من گروه تشکیل دادم برای این گروهی که این دوست ما میگه ما میریم کمک میکنیم زندانی آزاد میکنیم، در واقع نه به سیستم قضایی جمهوری اسلامیه، برای اینکه اون کسانی که زندانهای جمهوری اسلامی الان پره، قربانیان این حکومتن، از اینا باید اعاده حیثیت بشه. اینا جمهوری اسلامی اینا رو به این روز کشونده. روز گذشته جوانی توی برنامه میگفت من به خاطر اینکه فقیر بودم، تأمین درمان بچه‌مو نداشتم، به خلاف افتادم و برام حکم کیفری دادن. تو همین برنامه اومد صحبت کرد و به زیبایی از انسانیت حرف میزد، از یک جامعه انسانی. کانال جدید بفرمایید. بله بفرمایید. بله سلام میکنم، بفرمایید. آیا مشکل داشتیم؟ چطوری؟ با خانم جدیده نیستم؟ بله، خواهش میکنم صحبت کنید، صدای شما رو داریم، از مشکلاتتون بگید، سوالتون چیه، مشکلتون چیه، بفرمایید. بله، جنواز هستم، نه وقتی دارم، نه چیزی دارم، نه درامه دارم، همه اتصاب که تو خودم افتادم با چهار تا بچه. بله بله، ادامه بدید. الو. بله بله ادامه بدید. صداشون قطع شد. بله، جانبازی که با چهار بچه تو خونه افتادن و ما با صدای این مردم معترض هستیم، صدای این نایی که میگن جانبازم و معلولان و قربانیان این حکومت هستن هستیم و ما مردم باید از اینا دفاع کنیم. کانال جدید بفرمایید. شب بخیر خانم دانشگر، شما خوبه؟ سلام، متشکرم، بفرمایید. خانم دانشگر، یه سوال کوچولو دارم در رابطه با موضوع امشبتون. اینجا که شما نوشتین حکومت بی تأمینی، منظورتون امنیت قضایی یا امنیت به حساب اقتصادیه؟ چی؟ امنیت به حساب حکومتیه؟ چطوریه این؟ نخه، تأمین یعنی تأمین زندگی، تأمین معاش و خب اونم بخششه دیگه از هر نظر، یعنی محرومیت مردم. چون میدونین که شما هر حکومتی که به حساب بستر کار میاد، وظیفه‌شه که همه چی رو برای مردم خودش تأمین بکنه، از نظر به حساب خوندن دسته به حساب افراد ملت، از آن به خدمتون تأمین همه اجتماعی برای کارگرا، یا مثلا تأمین غذایی، یا تأمین همین بیمه، تأمین اجتماعی مثلا برای بیماران، اینا رو باید به وفور به وجود بیاره برای مردم که باعث پیشرفت اون جامعه بشه. جامعه‌ای که تأمین نداشته باشه متاسفانه همیشه واپسگرار، به دلیل اینکه فرصت نمی کنه، یعنی جامعه سالمی نخواهد بود. هر جامعه بدون تأمین جامعه سالمی نخواهد بود، به دلیل اینکه هر کارگری اگر تأمینش نکنن، وقتی میره تو محیط کار نمیدونه چی کار کنه. خب هیچ امنیتی نداره، تأمین هم نشده، خب چطور میتونه به کار ادامه بده؟ پس میبینیم که اگر پیشرفتی بخواد وجود بیاد در هر جامعه، تأمین حرف اول میزنه. اما متاسفانه ما حکومتمون کوکوش شنوا، حکومتی که ما میبینیم آقای روحانی به وجود آورد، سر تا پا پرچم تسلیم در مقابل رهبر کذایی برداشته و اصلا مردم رو هم فراموش کرده. من نمیدونم آقای روحانی حکومت بر کی داره میکنه. وقتی ما میگیم حکومت، یعنی حکومت بر مثلا ملت دیگه، غیر از اینه. اما میگیم آقای روحانی حکومت که نمیکنه، تماما انبره میکنه. یعنی چی؟ یعنی فرمانبری میکنه از رهبر کذایی و بله. این باعث این میشه که مردم اینجا ندیده به حساب بیان.
یعنی هرچه مطالبات دارن، هرچه خواسته دارن، خودشون مجبورن بیان تو خیابونا فریاد بکشن، داد بزنن آقا چرا مثلا بله. یک سال حقوق ما رو پرداخت نکردیم. متشکرم، نکتتون روشن بود. ببخشید من قطع میکنم به خاطر اینکه تلفن‌های زیادی رو خط میمونن. در حال نکتشون روشن بود از بی‌تأمینی و از اینکه حکومت وقتی نمیده خب مردم هم میان حقشون رو میگیرن. دقیقا همینه. و تا وقتی که مردم وقت جامعه که حکومت دست خود مردم باشه، خب خود مردم هم قانون تأمینش رو می‌نویسن، قانون رفاهش رو می‌نویسن و جامعه بر اساس رفاه میچرخه، نه سود و متفاوته. ولی تا وقتی این بعضه خب مردم حقشون رو میخوان، اونم تو جمهوری اسلامی که دیگه می‌بینه چه خبره. کانال جدید بفرمایید. سلام خانم دانش. سلام به شما، بفرمایید. خانم دانش، این عنوانی که امشب برای برنامه‌تون درست انتخاب کردید واقعا عنوان درستی. حکومتی که هیچ تأمینی نداره، همه کارها عرضم به خدمتتون که علاوه بر گرونی نبودن بیمه ها و تأمین اجتماعی و عرضم به خدمتتون که هزار جور مشکل، بیکاری، عدم اشتغال، این چیزی که امروز اضافه شده به حکومت، به نظر من حکومت این که تأمین جانی نداره. ما الان واقعا چند وقته که ما چون بچه سمت اهواز و اینا هستیم، به قدری سبزی می‌خریم، به قول معروف قیافمون خیلی سفید. ببخشید قطع شد. بله به هر حال ایشون هم از اینکه تامین نبود، تامین اجتماعی تو جامعه صحبت میکردن. به هر حال دوستان بیاید صحبت کنید، یه 40 دقیقه از وقت برنامه باقی مونده و موضوع بسیار مهم هست، مسئله اعتراض ما به وضعیت موجود و در این حال راهکارهای ما در برابر این وضعیت و اینکه چی میخوایم، خواستامون چیه به طور مشخص و روشن. اینا همه جنبه های مختلف بحثه که میشه صحبت کرد. کانال جدید بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام خانم دانشور. سلام به شما، بفرمایید. خانم دانشور، این مردم همه دیگه میدونن گرانی و نمیدونن در رسقه میدونن، همه میدونن. مردم توجیه کنید، نگاه که بریدن تو خیابونا. بله خب ما مردم ترس دارن. اگر شما بتونید راهنماییشون کنید که ترسشون رو بریدن، میلیونی وارد خیابونا بشن، این حکومت 24 ساعته سرنگون میشه. بله شما از کجا زنگ میزنید؟ میتونم بپرسم؟ مردم اگر میلیونی بیاد بیرون همه چیز حل میشه. بله ترس دارن، شما باید راهنماییشون کنید. بله بله شما متشکرم. میتونم بپرسم از کجا زنگ میزنید؟ آن قطع کردم. ببینید میگم مردم ترس دارن و راهنمایی کنه که این ترسشون میریزه، وگرنه مردم میان بیرون و راه حل اینه که مردم میلیونی بیان بیرون. درسته، راه حل همینه که ایشون گفتن، همون کاری که مردم تو مس کردن و تحریر رو گرفتن و مبارک بیرون انداختن، مرسی رو هم بیرون انداختن. راه حل همینه و اتفاقا همه بحث ما بر سر همینه. بحث ما اینه که برای اینکه این ترس مردم بریزه و برای اینکه فقط این نیست، برای اینکه خود حکومت دشمنمون هم تضعیف بکنیم، بحث ما اینه که باید تو تمام عرصه‌ها این حکومت رو زیر محاصره وسیع اعتراضات خودمون قرار بدیم با جنبش‌های اعتراضیمون. حجاب برگیران یک قلم شد دوستان. خب یه موقعی دو سال پیش، سه سال پیش وقتی میگفتی حجاب تو بنداز تو خیابون، شاید یک کمی عقب میبردن ولی یک کمی نگرانی بود. الان تو این دو سه ساله ببینید دیگه چه ابعادی پیدا کرده و این حجاب برداشتن یعنی نه به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی هم میدونه، شما مردم هم میدونید. برمی دارید، من توصیه‌ام به شما حتی اگر اعتقاد دارید به حجاب اینه که حجابتون رو بردارید، برای اینکه بگید نه به جمهوری اسلامی. و وقتی که جنبش اعتراضی را میفته، اون وقت دیگه مردم ترسشون میریزه. ببینید مثلا دستمزد 40,000 کارگر امضا کردن، خب بقیه هم امضا کنید، بقیه هم اعتراض کنید، جنبش را بندازید و این جنبش بسی جمهوری اسلامی رو تو مخمصه جدی قرار میدید و اینجوری ما دشمنمون رو میتونیم قدم به قدم عقب بزنیم. کانال جدید بفرمایید.
خانم دانشور سلام عرض می‌کنم. سلام به شما، بفرمایید. خانم دانشور، مشکل ما در این بی‌عدالتی که امروز دامن ما رو گرفته، مشکل ما نداشتن رهبریه. ما واقعا اگر شما عنایتی بکنید، ما همه با هم جمع شیم زیر شورای ملی سازمان مجاهدین ایران. این همه این مجاهدین زحمت کشیدن، یه نفر بیاد رهبری اینها رو گروه ها قبول بکنن، همه بیان تحت لوای اونها و یک جبهه واحده یک کار خیلی بزرگی بکنیم. اینجوری پراکنده فایده نداره. شما درست داری زحمت میکشید، اما واقعا تو ایران هیچ کس طرفدار شما نیست، هیچ کس شما رو نمیشناسه. تنها جایی که الان شناخته شده سازمان مجاهدینه. شما چرا با اونها همکاری نمیکنید؟ بله، متوجه شدم، اینم پیام ایشونه. هیچ کس ما رو نمیشناسه. خب این همه کانال جدید تو این جامعه شما میبینید چه خبره دیگه. معلم میره سر کلاسش میگه این کانال جدید رو نبینید، پارازیت اگه رو کانال جدید دست کار امام زمانه. هیچ کس ما رو نمیشناسه. ببینید شما، بعضی ها میان با خاطر اینکه از جمهوری اسلامی نمیتونن دفاع کنن، بعد سعی میکنن مثلا از سلطنت طلب بگن، از نمیدونم مجاهدین بگن. همینا مجاهدین رو همه میشناسن و تاریخش هم دارن. بالاخره مردم، یکی از راهکارها و چیزایی که مردم رو نجات میده اینه که مذهب از دولت جدا باشه، و یکی از رکنای پایه‌ای این سازمان همون مذهبه. هیچ ربطی به مبارزات مردم نداره. به هر حال من بحثو نمیبرم سر این، بحث روشنه. هدف کسانی که میان روی خط رو از این بحثا میکنم بعضن این هستش. اما رهبری مشکلی، بله رهبری مشکله، ولی همونطور گفتم مردم رهبری رو با این از این طریق انتخاب میکنن، ببینن چه سازمانی حرف دل اونا رو میزنه. و خب خوشبختانه کانال جدید صدای مردم، خیلی شناخته شده از خیلی جاها، این صدا رو تو خونه خیلی ها هستش، خیلی از مردم پای این برنامه ها هستن و خود این کانال جدید برنامه های مستقیمش کاملا این رو نشون میده. به هر حال دوستان، همونطور که گفتم، بحثی که دوست قبلی کردن، گفتن که راه حل اینه که مردم میلیونی بیان بیرون و جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. ما برای اینکه به این نقطه برسیم چی کار باید بکنیم؟ رو این صحبت کنیم. یک مسئلهش مسکنه. دوست ما گفت کسی که بی مسکنن بیان چادر بزنن وسط میادین شهر و بگن مسکن میخوان. خب یه راهشه. یه مسئلهش بیکاریه. خب ما میگیم که NGO های علیه بیکاری درست کنید، گروه های علیه بیکاری تو فیسبوک درست کنید، شبکه های اجتماعی توی تلفن های هوشمندتون درست کنید، علیه بیکاری فراخوان بدید، جمع شد بگید یا کار یا بیمه بیکاری و اعتراض آبنزه. اگر این 10 میلیون، اگر نیروی بسی برکت در بیاد، اون وقت مردم تو خیابون ها میلیونی میاد. کانال جدید بفرمایید. بله بفرمایید. کانال جدید. بله سلام میکنم، بفرمایید. چطوری خانم؟ من خوبم، متشکرم، لطفا صحبت کنید. خانم دانشوه؟ بله بله، صحبت نکردن. به هر حال اینم از ایشون. ولی دوستان وقتتون رو به احوال پرسی نگذرونید و مستقیم برید سر موضوع. نیم ساعتی بیشتر از وقت برنامه باقی نمونده و مهمه که بیایم اینجا در مورد مسائل مختلف صحبت بکنیم. گفتم برای اینکه از انتهای صحبت دوستمون ادامه میدم صحبتو، برای اینکه میلیونی مردم بیان بیرون و جمهوری اسلامی سرنگون کنن، باید چه کرد؟ قدم به قدم تو زمینه‌های مختلف باید راهکار رو مقابل خودمون بذاریم. کانال جدید بفرمایید. الو. بله سلام، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. متشکرم، بفرمایید. ببخشید من میتونم صحبت کنم؟ بله شما. یه نفر که میشه درمون نیستم. بله. پشت خطم الان. به این وقت یه نفر داره صحبت میکنه، نفر بعدی شما هستید. بله الان میتونه صحبت کنه، شما رو خط هستید، لطفا صحبت کنید. بفرمایید.
الو. خواهش میکنم صحبت کنه، صدای شما رو ما داریم. الو. بله، ایشون هم مشکل داشتن. خب یه زمینش مسکنه، یه زمینش بیکاریه، یه زمینش دستمزده، یه زمینش درمان رایگانه. چقدر از ما مردم با این موزل روبرویم، با موزل دارو روبرویم. همین الان اینجا آقای زنگ زدن گفتن جانبازم و نمیتونم دستم رو عمل کنم. خیلی از خانواده هستن داروی بچهشون رو نمیتونن تهیه کنن، داروی عضو خانوادهشون که مریض هست نمیتونن تأمین کنن. خب آیا باید نشست و درد اون رو تحمل کرد؟ معلومه نه. بنابراین سر همین درمان رایگان جنبشی با راه انداخت. کانال جدید بفرمایید. سلام علیکم. سلام به شما، بفرمایید. خانم دانشور؟ بله، صحبت کنید. سلام میکنم. خانم، من از احواز از ایران اتصال بکنم، موست کردم به شما. بله، از احواز صحبت میکنم. میخواستم راجب نون میخواستم صحبت کنم خانم دانشور. صحبت کنید، بفرمایید. خانم دانشور، اینجا نون امروز، نون سنگک امروز 3000 تومان. بله. نان بربری امروز 3500 تومان. بله. نان لواش امروز 2850 تومان. بله. نان باگت امروز 1900 تومان. بله. دیروز قیمت با امروز 1000 تومان. نان بربری 700 تومان. نان لواش 500 تومان. بله. نون باگت 1000 تومان. بله. قطع شد صدا شما، ولی داشتن از گرانی نون میگفتن. برحال گزارشاتی که سایت تابناک انتشار داده 100% تا 200% گفته میشه که تو نقاط مختلف کشور نون گرون شده، و بنابرای گزارشی که بیانیه که کارگران دادن میگه در ماه حداقل 50,000 تومان به هزینه های زندگی اضافه میشه و این رو معلومه نباید پذیرفت. و یکی از راهکارا همینه که صفهای نون رو به صفهای اعتراض خودمون تبدیل کنیم. بریم جلوی نونوایی ها جمع بشیم، اعتراض کنیم و بگیم که قبول نمی کنیم مسئله رو. بریم جلوی مجلس جمع شیم، بریم جلوی فرمانداری و استانداری جمع شیم، بریم مراکز مختلفی که تو شهرهای مختلف هست جمع بشیم و بگیم که ما قبول نمی کنیم این گرونی رو. باید با عکس العمل وسیع ما روبرو بشه این گرون کردن ها. نباید ساده همینجور امروز نون گرون میشه، فردا گاز گرون بشه، برق گرون بشه. اگه پول گاز و برق و نمیدونم بنزین رو میخوان گرون بکنن، همونطور که چند سال پیش وقتی گرون کردن صف اعتراض درست کردیم، رفتیم جلو پمپ بنزین ها، ماشین های مختلف ایستادن اعتراض کردن و جمهوری اسلامی وحشت زده شد، باز هم همین کارو بکنیم. پول قبضا رو نپردازیم. این یکی از عرصه های مهم مبارزه ماست و همونطور که گفتم جنبش سراسری علیه گرانی را بندازیم، با اعتراض علیه گرانی نان، با اعتراض برای خاص افزایش دستمزد، با خاص افزایش دستمزد و اعتراض به سطح پایین دستمزدها، نمیدونم علیه بیکاری، برای درمان رایگان، برای تحصیل رایگان برای بچه هامون. همه ما که بچه داریم و بچه هامون باید برن مدرسه، با همدیگه تماس بگیریم، با همدیگه جنبش را بندازیم برای تحصیل رایگان. کانال جدید بفرمایید. الو. بله بفرمایید. خانم دانشور سلام، من از مازندران تماس میگیرم. خواهش میکنم بفرمایید. من فقط نمیخوام وقتتون رو بگم، فقط بگم درود به شرفتون، ما اینجا طرفدار شما هستیم. اون آقای بیشوری که زنگ زد گفت شما طرفدار ندارین، من یک طرفدار از ایران هم دارم زنگ میزنم. اون همون مجاهدی که زنگ زده از مجاهدین دفاع میکرد اینا، من آقا اگر کسی ما خانم دانشگاه گفتی من تو ایرانم، مجاهدین خلق تو ایران هیچ طرفداری ندارن، همه از اینا متنفر هستن، یک نفر اینا از اینا راضی نیست. مجاهدین خلق تو ایران منفورن، مردم ازشون متنفرن. مردم من این از کجا میگم مردم مدافع اونها؟ کسی که تو ایران مدافع
نظام کمونیستی و قانون جدید باشه من خیلی دیدم. من تمام رفقام دانشجو دیدم. ولی از مجاهدین خلق مردم بیزار بیزاره. این به اون مجاهد دیشو که اون رهبر مسجد رجوی که مردم حال شده من میکنه. درود به شرفت خانم. درود به شما. من از شما یه سوال میکنم. ما میگیم حکومت اسلامی، ما میگیم حکومت اسلامی حکومت بی تامینی مردم. شما یک کمی از وضع تامین تو جامعه و اعتراضی که مردم دارن به این وضعیت بگید برای ما. قطع شدش. بله. درود به شما دوست عزیز که ببینید چطور جانانه از کانال خودشون و از حزب خودشون دفاع میکنن و چطور دارن به همونطور که گفتم برای این دفاع معنیش اینه که مردم انتخاب خودشونو میکنن و انتخاب مردم اون حزبی، اون جریانی، اون نیرویی هست که حرفای مردم رو میزنه. اینجوری رهبری شکل میگیره. ببینید سنتا همیشه اینجوری عادت شده تو جوامع سرمایه‌داری اینجوری جا انداختن که یکی از یه جایی میاد مثل خمینی رو از فرانسه آوردن و کشورهای اروپایی و شد رهبر انقلاب. نمیدونم گویی یکی باید مثل یک قهرمانی وارد شد و بعد همه دستگاه های بورژوازی و سرمایه‌داری و بی بی سی و همه با هم طبق میکنن رهبر، در حالی که رهبر به طور واقعی تو پروسه واقعی زندگی و مبارزه مردم باید شکل بگیره، تو اعتراض مردم شکل بگیره و اون جریان رهبر است، اون نیروی رهبر است، اون نیروی سخنگوی خواسته و اعتراض مردم است که خواسته مردم رو بیان میکنه و تا آخر خط روشن نشون میده که جهت کجاست و نشون میده که اگر چه اتفاقی بیفته مبارزه مردم به بیراهه میره. ما همیشه گفتیم، گفتیم اجازه ندیم از بالای سر ما تصمیم بگیرن، اجازه ندیم از بالای سر ما انواع اقسام ائتلاف و نیرو تشکیل بدن. چرا؟ مردم خودشون انقلاب میکنن، خودشون هم حکومتشون رو بردن. چرا باید از بالای سر یک عده بشینن و حکومت تعریف کنن برای اداره جامعه، دولت در سایه تشکیل بدن، رئیس جمهور درست کنن، مریم رجبی رئیس جمهور؟ این یعنی چی؟ یعنی همین سوار سر ملت شدن، یعنی حفظ همین نظام و همین سیستم. بنابراین اتفاقا ما میگیم ما اگر قدرت برسیم به عنوان رهبر یک انقلابی، به عنوان نیرویی که راه نشون میده و خواستار رو میگه و جهت رو نشون میده، اولین کارمون فراخوان شوراهای مردم هست و اینکه مردم خودشون قانون بذارن، خودشون قضاوت بکنن، خودشون جامعه رو اداره کنن و همه امورات دست خود، و اون جامعه سالم ترین جامعه خواهد بود. و قوانینی که مردم تصویب کنن اولش اینه که اعدام ممنوع، برابری زن و مرد، مذهب از دولت دستش کوتاه و رفاه برای همه، جامعه جامعه‌ای که گفتمانش بر رفاه، نه خط فقر، نه خط بقا. و به هر حال نکات بسیاری صحبت شد تو این برنامه. دوستی اومد در مورد زندان ها صحبت کرد و گفتن که ما گروهی تشکیل دادیم برای اینکه جوان ها رو از زندان آزاد بکنیم و این در واقع همونطور گفتم اعتراض، سازمان دادن اعتراض علیه قوه قضایی جمهوری اسلامی است. معنی واقعیش اینه. و خود جمهوری اسلامی تو آماری که امروز میدیدم میگه 70% زندانیان جوان ها هستن و میگه جمعیت زندانیان کشور 2 برابر زندان هاست و میگه که انقدر زندانی دستگیر میکنن که نمیتونن حتی تفکیک کنن اینا رو، تو سنین مختلف همه قاطی، که خیلی از زندانی ها که میرن تازه با جرایم دیگه میان بیرون، همونجا معتادشون میکنن، همونجا تازه محل رد و بدل مواد مخدر هست و انواع اقسام اینها. و اون وقت میبینید که به قول اون دوستمون اینا احتیاج دارن به زندان، اینا احتیاج دارن به اعدام، اینا احتیاج دارن به سرکوب برای اینکه این بساط سرکوب و جنایتشون رو تو جامعه حاکم بکنن. جمهوری اسلامی با اعدام زندگی میکنه. همین اطلاعیه اخیر کمیته بین المللی علیه اعدام، اعدام 18 نفر تو یک روز سه‌شنبه همین روز گذشته. تو 2 هفته اخیر بیش از 44 زندانی در گروه های 11 نفره در قزل اعدام شدن. تو قزل حصار حالت فوق‌العاده است، زندانیان در اعتصابن. جمهوری اسلامی اعدام میکنه، زندانی اعتصاب میکنه.
جنگه، یه جنگ واقعیه. مردم علیه جمهوری اسلامی در اعتراضن، علیه اعدام در اعتراضن، و جنبش علیه اعدام یکی از جنبش های قوی تو جامعه است. کانال جدید بفرمایید. سلام خانم دانشور، وقت شما بخیر. سلام، متشکرم، بفرمایید. تشکر میکنم برنامه خوبتون. خانم دانشور، بنده یکی از طرفداران تروپا قرص برنامه شما، شخصیت بزرگوار شما و شبکه شما، ایدئولوژی شما، مکتب شما، و این رو با قاطعیت میگم، بنده یک تالموی کمون. آه بله، به حال متشکرم. ایشون بالاخره داشتن علاقه مندی خودشون رو به این کانال مطرح میکردن، ولی به هر حال دوستان، بیشتر از این که به این شکل علاقه مندیتون رو بخواید مطرح کنید، بیشتر از این بیاید تو بگید که شما چی میگید و هم نظری کنیم روی خواستا و برنامه هایی که اینجا مطرح میکنیم، حرفایی که میزنیم، راهکارهایی که میگیم، و این بهترین نوع همراهی و هم نظری اتفاقا همینه، بهترین شکلش همینه. بیاید در این زمینه ها صحبت کنید. و برای متاسفم که خطشون قطع شد. خب وقت زیادی از برنامه باقی نمونده و گفتنی ها زیاد هست. توی زمینه تأمین اجتماعی کانال جدید بفرمایید. خانم دانشور، وقتتون بخیر. سلام میکنم، متشکرم، بفرمایید. درود بر شما، سلامت باشید. متشکرم. میخواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون و ننگ عبدی رو بر مجاهدین خلق که واقعا قابل مقایسه نیستن با. بله، لطفا اجازه بدید. اجازه بدید. نه خواهش میکنم، من قطع کردم برای اینکه مربوط به بحث ما نیستش و شما برید سر موضوع. بری سر موضوع بحث تامین اجتماعی و علیه جمهوری اسلامی. ما جنگ اصلیمون با جمهوری اسلامیه. حکومت اسلامی رو میخواییم سرنگون کنیم و به جاش جامعه بسازیم انسانی با خواستایی که گفتیم. هدف این برنامه های ما متحد کردن مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی، و هر نیرویی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش میکنه، خب یک قدم بزرگی برای در این جهت. هر کسی به هر شکل تلاش میکنه میخواد جمهوری اسلامی سرنگون بشه، ما خیلی خوشحالیم. بنابراین بحث ما سر تامین اجتماعی. و چرا این بحث رو انتخاب کردیم؟ تامین اجتماعی، بیمه های اجتماعی، یعنی اینکه تصویری که از جامعه داریم، تو چه جامعه‌ای زندگی می‌کنیم و چه نوع جامعه‌ای می‌خوایم، در واقع این هست. و امروز برای اینکه از این وضعیت خلاص بشیم باید چه کار بکنیم و چه راهکارهایی رو تو دستورمون می‌ذاریم. کانال جدید بفرمایید. خسته نباشید. سلام می‌کنم. من می‌خواستم یه مشکلی بود درباره یه جانباز اینجا پیش اومده بود، می‌خواستم خدمت بگم اگر بله بدید. خواهش می‌کنم، بفرمایید. یه دونه جانباز تو کوچه ما سرباز بوده، سرباز ارتش بوده، بعد به خاطر اینکه نتونسته اجارهشو بده اساسشو شسته بودن تو خیابون. همون شب هم از این عراض لوگوش معتاد اینا یه دختر 8 ساله 9 سالش مخصوصا به دوزن که یعنی دو سه تا ورزشکار اومد خلاصه او داشتن ورزش میکردن فراری شدن رفتن. این بند خدا رو ما با بیچه بردیم دفتر امام که وضعیتش رو تو نامه بگه. بعد این دفتر امام که ما رفتیم، باورتون نمیشه خانم دانشور، چندین ایستگاه ما پیاده رفتیم تا رسیدیم دفتر امام. تمام خونه هایی که اونجا بود، از چه از ویلایی، چه از تجاری، چه از آپارتمان، همه رو خریدن. من گفتم بعد اون سرباز بودم، آقا این خونه ها رو برای چی خریدید؟ اینجا که خونه امام که اون وره، گفت بختار امنیت امام خریدیم. اون یه چندین کیلومتر رو خریدن فقط به خاطر امنیت ایشون. خب بله، معلومه این کیه، چه جنایتکاری که همچین یعنی چه پولی خرج میکنن برای این حکومت. بعد خلاصه بعد از 50 روز جواب اومده، چون شما سرباز ارتش هستید، خب یه حقوق و یه بیمه بیشتر به شما تعلق نمیگیره.
خب این حقوقش که حالا یه میلیون تومان باشه 800 تومان تا یه میلیون تومان باید اداره خونه بده و بقیه روزش رو چیکار کنه، بقیه ماهش رو چیکار کنه. بله. اینم از این جانباز بیچاره. بله. یه مورد دیگه میخواستم خدمتتون بگم. یه پارکی هستی که خیابون شریعتی بالای پل سرخنجان، اونجا بوفه داشت، مردم مثلا میشستن شایی چیزی میخورن صحبتی میکردن اینا، به خاطری که مردم اونجا جمع میشه تمام این بوفه و موفه رو جمع کردن که مردم زودتر تخلیه بشن برن خونه هاشون که تجمع نشه. ببینید چقدر وحشت دارن اینا. بله دقیقا دو مورد خیلی. شما پیچمرون که میرید یه ایستگاهی بود که مردم ها میشدن برای بنی هاشم و برای مجیدیه و رسالت و سه چهار تا تجریش و این ورا توی ایسکا جمع میشدن. بعد خب توی ایسکا جمع میشدن، خب صحبت درد دل میشدن دیگه. وقتی درد دل ما یهو متوجه شدیم که ایسکای مثلا بنی هاشم صد قدم رفته بالا، ایسکای سرخنجاب صد قدم اومده پایین، یه ایسکا مثلا بنی هاشم صد قدم بالاتر رفته، هزار قدم بالاتر رفته. ببین اینا چقدر وحشت دارن که مردم هم دیگه صحبت نکنن. بله ده. بله متشکرم، چند نمونه جالب و قابل توجهی رو گفتید، خیلی متشکرم از اینکه زنگ زدید. بله خانم دانشور نگاه کنید، الان شما بریم متروی که تهران رو سوار میشید میبینید مردم صبح به صبح صف میاندن پول برای پول دادن بلیط خریدن. این شارژه ایران سر و همراه اول و نمیدونم رایتل و اینا، خوب دارن ببینید چه پولی دارن میگیرن، یعنی میلیاردی میلیاردی دارن میگیرن. به مردم میگن ما هیچی نداریم، جداییم. بله صندوق صدقات خیابونا گذاشتن که به مردم میگن واقعا ما نداریم. آخه این همه پول میخوان چیکار؟ میگن به کی؟ اینا رو افشاگری کنید، به سازمان جهانی بگید، به اون جایی که اینا رو زیر فشار میذارن بگید بیچارمون کردن. متشکرم، خیلی ممنون، درود به شما. بله در مورد جانباز که دیدید داستانشو و از وحشت جمهوری اسلامی که حتی اسکاهای اتوبوسشو پخش میکنه و این به کسانی که میگن یه دست صدا نداره، کسی که میگه من تنها چی میکنم، این داره میگه شما یه دست نیست، جمهوری اسلامی میترسه شما با هم دیگه ارتباط پیدا کنید. بنابراین باید وسیله ارتباط رو فراهم کرد و اتفاقا این وسیله دست خودتونه. نمونهش همون نمونه تلفن‌های هوشمندی که گفتم، خودتون چقدر تو اونا جمع هستید جوونا، تو همون میتونی کلی قرار مدار بذاری، اعتراض سازمان بدید، حرکتی را بندازید و یا مهمونی ها، ایستگاه قطار، ایستگاه اتوبوس، هر جایی. کانال جدید بفرمایید. سلام خانم دانشور. سلام به شما، بفرمایید. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. من یکی از دانشجوی هستم که در یکی از دانشگاه اصفهان درس میخونم. نکته که میخواستم عرض کنم اینه که ما اول قبل از اون بگم که این دوستی که حالا زنگ زد و از مجاهدین تعریف کرد، اونها به نظر من هیچ جایگاهی مجاهدین توی ایران ندارن. بله بگذارید از این برید سراغ موضوع. بله بله نه توی ایران، به نظر من توی کل دنیا یه همچین یعنی هیچ جایگاهی ندارن. بله لطفا منفورترین گروه هایی که ما داریم دوست عزیز، من قطع میکنم، معذرت میخوام قطع میکنم برای اینکه موضوع بحث ما این نبود. خواهش میکنم برید سراغ موضوع. همونطور که گفتم موضوع اصلی ما جمهوری اسلامی هست، جمهوری اسلامی که روی دریای نفرت 76 میلیون مردم داره حکومت میکنه. بنابراین این موضوع بحث ماست و وقتی میگیم که بی تأمینی مطلق مردم، یعنی مردمی که بی تأمینید، مردمی که بیکارید و بیمه بیکاری ندارید، مردمی که بی مسکنید و مسکن ندارید، مردمی که درمان رایگان ندارید، مردمی که بچه هاتون تحصیل رایگان نداره و مجبور میشید بخش زیادتون بچه هاتون رو. مردم راه ما مبارزه برای تک تک این خواستامونه و اینا یعنی نه به جمهوری اسلامی، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی. ما این برنامه برای اینه و به همین دلیل این موضوعات میزنیم برای اینکه بدونیم که جواب ما چیه، به کدوم مسیر میخوایم بریم. جمهوری اسلامی سرنگون کنیم، برای آزادی میخوایم، برابری میخوایم، نان میخوایم، مسکن میخوایم، رفاه میخوایم، شادی میخوایم. به برنامه های احزاب نمیدونم جریانات بورژوازی نگاه کنید، به همون شورای ملی نگاه کنید، یک کلام از اقتصاد مردم میگه، یک کلام از معیشت مردم میگه، یک کلام از زندگی مردم میگه، نخه براشون باها داره، هزینه داره.
بنابراین بحث برای همینه، بحث رو میبریم سر اونجایی که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی، اقتصاد، معیشت. کانال جدید بفرمایید. الو. بله بفرمایید. خسته نباشید. متشکرم. من با خانم دانشور صحبت کنم. خواهش میکنم صحبت کنید. بله. بفرمایید صحبت کنید. سلام علیکم. سلام به شما. بفرمایید. بله بله لطفا صحبت کنید، صدای شما رو داریم. الو. دوست عزیز صدای من با تأخیر پخش میشه، صحبت کنید. الو. بله من مجبورم قطع کنم دوستان. دوستان اتاق فرمان به شما میگن که صدا با تأخیر پخش میشه، لطفا میدونم ممکنه اول بار باشه این برنامه رو میبینید، ولی به هر حال آشنا میشید با برنامه ما. این برنامه با دقایق تأخیر پخش میشه و شما بعدا صدای خودتون رو میشنوید. به هر حال وقت زیادی از برنامه ما باقی نمونده و اگه صحبتی دارید میتونید صحبت کنید، ولی در این حال میتونید رو پیامگیر تلویزیون کانال جدید پیام بذارید و اونجا صحبتاتون رو بکنید. فردا که مثلا بازپخش این برنامه از تلفن پیامگیر اون پایین گذاشته میشه و شما میتونید صحبت کنید بعد تو برنامه پیام ها که کاظم نیک‌خواه دارن اون پیام ها پخش میشه. جدا از این دوستانی که زنگ زدن، تماس گرفتن، اینجا صحبت کردن، خارج از این برنامه میتونن با شما رو تماس مستقیم ما 2044-777-98-98-968 تماس بگیرن و بیشتر و مشخص‌تر در مورد وضعیتتون با همدیگه صحبت بکنیم و در مورد که چه میتونیم انجام بدیم. همونطور که گفتم ما برای این مسائلی از این قبیل رو مطرح میکنیم، برای اینکه اینا پاشناشیل جمهوری اسلامی، اقتصاد، فرهنگ. خود جمهوری اسلامی میگه جنگ فرهنگی ضد انقلاب با حکومت اسلامی، خودش اینا واژه های خودشونه میگن و میگن ضد انقلاب از طریق ماهواره ها و از طریق وایبر و از طریق گروه های نمیدونم مدیای اجتماعی جنگ فرهنگی را انداخته. و جنگ فرهنگی منظورشون چیه؟ منظورشون موزیکه، منظورشون گروه هپیه، منظورشون شادی جووناست، منظورشون برداشتن حجاب هاست، منظورشون مبارزات مردم با قوانین ارتجاعی اسلامی، منظورشون اینه و این یه پاشناشیل جمهوری اسلامیه. از اون طرف مسئله اقتصاد، معیشت مردم، خب جمهوری اسلامی همه اون کارا رو میکنه برای اینکه جامعه رو بچاپه. جمهوری اسلامی با قوانین ارتجای اسلامیش، با ماشین سرکوبش، با قوه قضاییش، با زندانش، با شکنجهش، همه اینا میخواد مردم رو بچاپه. و به همین طریق میبینی اقتصاد پاشنه آشیلشه و جامعه که این حکومت رو قبول نداره. به قول اون دوستمون که اومدن تو این برنامه صحبت کردن، جمهوری اسلامی میگه حجاب، مردم حجاب برمیدارن، میگه تفکیک جنسیتی دختر و پسر با هم دیگه میبینید خیلی انسانی، خیلی مدرن با هم دیگه ارتباط دارن. به قولی ازدواج سفید شده، اعتراضی به ازدواج با قوانین ارتجاعی اسلامی. و میبینید که چگونه مردم در تمام وجوه زندگیشون با این حکومت جنگ دارن. و از اون برم شما نگاه میکنید میبینید این لشکر عظیم بیکاری که جمهوری اسلامی هر روز داره آمار میده و میگه جوونا، بحران بیکاری جوونا، وحشت داره، بحران کارخانه جات، بحران بیکاری جوونا، همه اینا بحرانه برای جمهوری اسلامی، چون میدونه که اینا مثل مواد منفجری میمونه که بساط این حکومت رو جمع میکنه. میدونه که این جامعه چجوری از اعتراض میجوشه، خشم این جامعه رو میبینه. کافیه یک شب بشنن پای این برنامه ها ببینن چه خبره تو جامعه. خودشون تو یک شب برن تو خیابون تو مردم را بگردن ببینن چی میگذره تو مردم. دوست عزیزمون اومدن خیلی جالب گفتن حتی ایستگاه های اتوبوس رو پخش میکنن که مردم جمع نشن و اعتراض کنن. و این به ما راه نشون میده اتفاقا.
هر جایی که جمع هستیم، اگه ایستگاه اتوبوسه، اگه تاکسیه، اگه صف نونه، اگه هر جایی هست، اونجا رو به جای اعتراض میتونیم تبدیل کنیم. اگه این جمهوری اسلامی مشکل ارتباط، یکی از دوستان گفت مردم معترضن ولی پراکندن، یعنی چی؟ یعنی ارتباط نیست. بنابراین این ارتباط باید برقرار بشه. خود دوستمون اینجا گفتن اینو. و این ارتباط رو میشه فراهم کرد، تو محلات میشه فراهم کرد، تو کارخونه جات میشه فراهم کرد، تو اقوام میتونن فراهم کنن، دوستداران کانال جدید میتونن این ارتباط رو فراهم کنن، و جوونا، دانشجویان، تو همه جا. و اون وقت خواستامون رو بگیم، گفتمانامون رو مطرح کنیم، سر مسائل اساسی جامعه صحبت کنیم، علیه اعدام اعتراض را بندازیم، برای آزادی زندانیان سیاسی اعتراض را بندازیم. این یعنی انقلابی انسانی با خواستای انسانی رو به تدارکش بریم و اجازه ندیم که از بالا سر ما فقط اینکه جمهوری اسلامی بره حالا وحدت کنیم، بعدا با این چیزا خاک بپاشن تو چشم ما، به بیراهه ببرن اعتراضات ما رو. یه شاخص هایی هست که از همون اول اگر اونا رو مبنا و اساس بذاریم، کسی نمیتونه به انحراف بکشونه اعتراض ما. یکی از اونا جدای مذهب از دولته، شاخصه. یکی از اونا آزادی بدون قید و شرط سیاسی، شاخصه. هیچ شرط قید و شرطی نداشته باشه. یکی از اونا برابری زن و مرده، هیچ قید و شرطی نداشته باشه. زن و مرد برابر. هر کسی خلاف این گفت، بدونید که به انحراف میکشونه. و یکیش هم رفاهه، گفتمان بر سر رفاه، بر سر زندگی، بر سر معاش، بر سر تامین اجتماعی و همینجوری نمیدونم حقوق بشر عمومی و کلی گفتن و فرار کردن، نشد برای ما مردم زندگی. همین حقوق بشر رو ما تعمیر کردیم به احزاب بورژوازی که امروز به زبان میارن، ولی میگن حقوق بشر، ولی وقتی که اونجا حق بشر پایمال میشه وجود ندارن، علیه اعدام وجود ندارن، تو هیچ کدوم از این عرصه ها وجود ندارن. باید معنی بشه حقوق بشر و حقوق انسان یعنی چی؟ حقوق انسان یعنی اینکه همه کودکان باید در رفاه باشن، بدون اینکه ربطی داشته باشه تو چه خانواده به دنیا اومدن. حقوق انسان یعنی زن و مرد باید برابر باشن. حقوق انسان یعنی انسان ها باید شاداب باشن، باید انسان ها رفاه داشته باشن. اینا یعنی حقوق انسان. باید بخوایم هر کی که گفت حقوق بشر حقوق انسان، باید یقش رو بگیریم بگیم بگو منظور چیه، چی میخوایم. ما برنامه دنیای بهتر رو داریم و تو تمام اینا توضیح میدیم که یعنی چی حقوق انسان، یعنی چی شاخص جامعه که ما میگیم انسانه، و اونجا توضیح میدیم، تو تک تک اینا توضیح میدیم. و همین امروز تو تمام زمینه ها نشون میدیم که چگونه این حکومت جامعه رو به بی تامین مطلق کشونده و جواب ما برای اون جامعه چی هست. نشون میدیم که پولش هست، ثروتش هست، امکاناتش هست، همه چی هست. اون چیزی که مانع است حاکمیت سیاسی یک حکومت ارتجاعی ضد انسان جنایتکار بر سر قدرت هستش و باید برکنار بشه. حاکمیت یه سیستم سرمایه‌داری حاکمه که اساسش بر تبخش و بر بربریت و بر ستم بر انسان گذاشته شده. و اگر میبینید تو کشورهای استانداردهایی داره مردم، مثل اروپا، مثل این کشورها، این نیست که سرمایه‌داری رحم کرده. مردم با جنگ، با انقلاباتشون اینا رو به دست آوردن و ما هم تو ایران باید با انقلابمون اینا رو به دست بیاریم. و انقلاب تو ایران میتونه امنیتی باشه برای منطقه، انقلاب تو ایران میتونه امنیتی باشه در برابر برای کل جهان، میتونه ضربه کاری باشه بر گرده جریانات ارتجاعی اسلامی مثل داعش و بساط اینا رو جمع بکنه. و مهمه، امروز اتفاقات جهانی این چنین به هم دیگه مربوطه و مهمه، و برای همینه که ما تا چنین جزئیاتی تو برنامه های مختلف بحث میکنیم، صحبت میکنیم. چنو جامعه میخوان؟ چنو حکومتی میخوان؟ چنو تامین اجتماعی میخوان؟ آزادی یعنی چی؟ برابری یعنی چی؟ حقوق زن یعنی چی؟ حقوق کودک یعنی چی؟ آموزش پروری، چه نوع آموزش پروریش میخواییم؟ بازنشستگان چه نوع حقوقی دارن؟ و تو تمام این زمینه ها ما صحبت میکنیم، بحث میکنیم و اینها
جنبه های مختلف از اهدافی که ما پیش میبریم و به این شکلی که ما همدیگر پیدا میکنیم. یکی از دوستان تو برنامه گفت که مردم باید همدیگر پیدا کنن. نکته درستی گفتم، ولی من میگم که پیدا کردن کانال جدید یه جاییه که مردم اتفاقا همدیگر رو پیدا میتونن بکنن، با خواستای روشن مردم هم دیگر پیدا میکنن. خیلی اتفاق افتاده، دوستانی زنگ میزنن میگن تو ما مثلا با یک آشنا شدیم، بعد اونم مثل کانال جدید حرف میزد، شده یک اسم مشخص. حرفایی که ما میزنیم وقتی از دهن یکی میاد بیرون میگن این مثل کانال جدیده، کانال جدیدیه. معرفه میشه برای چی؟ برای اینکه حرفای ما، صحبتایی که اینجا میشه، اونچنان تو زمینه های وسیع هست، یه فرهنگی رو میسازه، یه گفتمانی رو میسازه در زمینه دفاع از حقوق زن، در زمینه دفاع از حقوق کودک، در زمینه زندگی اجتماعی، در تمام زمینه ها. و این یعنی سازمان درست کردن و این یعنی نفوذ رو جلو بردن. و بنابراین کسانی که میشینن پایین برنامه ها، تقاضای ما اینه که همین بحث ها رو ببرن تو جمع هاشو. تقاضای ما اینه که کانال جدید رو وسیعاً همه جا معرفی کنن. بنویسید تا طول موج کانال جدید رو همه جا پخش کنید و هرچه بیننده بیشتری رو دور این کانال جمع کنید. دوستان، این به زندگی ما، به معیشت ما مربوطه. و در یک دقیقه آخر میخوام بگم به خاطر اهمیت همین کاری که اینجا صورت میگیره، همین که شما میتونید خودتون رو تو این کانال جدید هم دیگر رو پیدا کنید، به این کانال کمک مالی کنید. آدرس های تماس کمک مالی رو ما مرتب رو صفحه تلویزیون میذاریم، بعدن هم براتون میذارن، چون به من اطلاع دادن من اینجا این شماره تماس رو نمیتونم اطلاع بدم، ولی حتما رو صفحه تلویزیون بعدن گذاشته میشه. متشکرم از اینکه همراه ما بودید. برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.